راب عزیز، خیلی ممنون. دوستان، رفقایی که میخوان وارد این بحث بشن، لطفا دستتون رو بلند کنید تا من نوبت بدم. من خودم چند نکته رو شروع میکنم. یکیش در رابطه با سرمایه های ملی و توهمی که بخشهایی از چپ در این دارند که میتونن سوسیالیسم رو در یک کشور، در یک منطقه کوچیک برپا کنند و در حقیقت منکر قدرت و توان نظام جهانی سرمایه هستند. این در اسکاتلند خیلی مهم بود، برای اینکه احزابی از چپ وارد این بحث شدند که ما میتونیم در اسکاتلند و در همراهی با اتحادیه اروپا که اون دیگه بحث گمراه کننده بیشتری هست، دولت یه حکومت سوسیالیستی ایجاد کنیم. این بحث در رابطه با انگلیس هم مطرح شد، مشخصا در مقاطعی که بعضی از بحث های جرمی کوربین مطرح بود و خیلی ها به درستی اشاره میکردند که انگلیس شاید یک هفته از نظر اقتصادی نتونه دوام بیاره. از نظر اقتصادی، سیاسی رو حالا ول کنیم که ایالات متحده چه انعکاسی خواهد داشت به اینکه در انگلیس دولتی بشه که حتی بسیار ملایم بخواد خودشو دور کنه از نظام سرمایه جهانی. واقعیت اینه که مثلا میزان واردات به بریتانیا اونقدر بالاست، وابستگی روزمره شهروندان این کشور به این واردات اون چنان بالاست که کافیست کوچکترین تحریمی صورت بگیره برای اینکه این نظام اقتصادی جدید، میگم یک هفته دو هفته بیشتر دوام پیدا نکنه. یه نکته دیگه که میخواستم بهش اشاره بکنم در رابطه با انتقال این هگمون نظام سرمایداری از امریکا به انگلیس، از انگلیس به امریکا و آینده است. یکی از نکاتی که خیلی مهمه اینه که این انتقال هگمون از انگلیس به امریکا دوستانه با موافقت طرفین و تدریجی صورت گرفت. ولی اون چه ما الان باهاش روبرو هستیم رقابتی است، نه بین ده ها امپریالیست که اینجوری که بعضی ها میگن، بین دو قدرت اقتصادی غالب، ایالات متحده، اقتصاد سرمایه‌داری. من حالا وارد جزئیات این که آیا دقیقا میشه چین رو سرمایه‌داری گفت وارد نمیشم، ولی در حقیقت دو نظام عمده ای که میخوان اقتصاد جهانی نظام سرمایه‌داری رو اداره بکنن. رقابت بین ایالات متحده و چین رقابت دوستانه ای نخواهد بود و در نتیجه زمین ساز درگیری هایی است که جنبه هایی از اون رو در بحران های سیاسی امروز میبینیم، در اروپا میبینیم، شاید بشه گفت در خاورمیانه و در آسیا میبینیم. علاوه بر این، من چند نکته در رابطه با تئوری مندل و موج لونگ ویف یا موج طولانی دارم. یکی از انتقادهایی که مطرح میشه، بعضی از این انتقادها توی نشریه کریتیک مفصل بحث شده، ولی یکی از انتقادهایی که مطرح میشه اینه که اگه بخواید فاکت های امپیریکال برای تایید این نوع موج طولانی کمه، وجود داره ولی کمه. اون داده هایی که استفاده میشه به نوعی میشه گفت که با نوعی انتخاب مورد استفاده قرار میگیره، به این معنا که این تئوری همه نوسان های اقتصادی در اقتصادهای سرمایه‌داری رو جوابگو نیست. برخی از اینها رو جوابگوست، ولی نمیشه گفت که فراگیر همه رو در بر میگیره. یه نکته دیگه در مورد متدولوژی که در به اصطلاح مشخص کردن و
تعیین طول این نوع موج طولانی صورت میگیره تا حدی سابجکتیوه و در نتیجه سخته که بتونی ثابت کنی درسته یا غلطه. و تأکید بیشترش بر اقتصاد سیاسیه، ولی بخش ها یا دید های اجتماعی سیاسی رو که میتونن تأثیر خیلی مشخصی بگذارن بر دوران های اقتصادی بهش کم اهمیت میده. در نتیجه میگم این به این معنا نیست که باید نفی کرد موج طولانی اونجوری که مندل مطرح میکرد، ولی شک و تردیدهایی طبعا در رابطه با این وجود داره. در رابطه با تغییر تکنولوژیک و به اصطلاح تأثیر اون بر سیکل های دوره های بحران های اقتصادی، میشه گفت که برخی از اینها در اوایل قرن 20 دیده نمیشه و خیلی از نوشته های مندل بر اساس بحران های قرن 20 و در نتیجه اینجام هم به نوعی میشه گفت نقد هایی بر این وارد میشه. مهمتر از اون اینه که مسئله پیشبینی یا به اصطلاح اینی که چجوری میشه از قبل تعیین کرد که ما با چه مرحله الان روبرو هستیم، الان در موج طولانی یا در موج کوتاه هستیم و یا کی موج طولانی تمام میشه کی موج کوتاه شروع میشه، فقط و فقط در پایان یک دوره میشه گفت که ارزیابی دقیقی ازش میشه کرد. به این معنا که شما قبل از این که برسید به پایان یک دوره نمیتونید بگید که آیا این ما الان، چون بس بر سر اینه که ما یه سری مراحل موج طولانی داریم بعد موجهای کوتاه داریم، تا وقتی به پایان یه مرحله نرسید نمیتونید دقیق بگید که ما در کدوم یک از این مرحله ها بودیم، که البته این نفی وجود این دو نوع موج نیست، ولی به نوعی مشکلات خاص خودش رو مطرح میکنه وقتی ما داریم صحبت از این میکنیم که ارزیابیمون از دوره های مختلف بحران اقتصادی بر اساس موج اول، موج کوتاه، موج طولانی. من خیلی حرف زدم، منتظرم دوستان رفقای عزیز دست بلند کنند. تراب جان شما میتونی صحبت کنی تا دوستان دیگه دست بلند کنند. دوستان رفقای عزیز اگر سوالی دارید، بحثی دارید، لطفاً دست بلند کنید، من کسی رو نمیبینم. ببخشید باز من طول کشید بتونم میکو و صدام باز کنم. ببین در رابطه با این موجهای بلند، اول من درست منظور شما رو نفهم از موج بلند و کوتاه. ما موجهای بلند رشد داریم، موجهای بلند رکود داریم. حالا در داخل این موجهای بلند موجهای کوتاه هم داریم که اونا بحرانهای ادواری هست. من درست منظور شما از مقابل هم قرار دادن موج بلند و کوتاه نفهمیدم. حالا تئوری اینه که در موجهای بلند رشد این موجهای کوتاه، یعنی بحرانهای سایکلیکال، بحرانهای ادواری، به اصطلاح چجوری حل میشن؟ در دوران موج بلند رکود این بحران های ادواری باز وجود دارند، ولی چجوری حل میشن تو این دوره؟ این به حساب بحث های تئوریکی که بوده سر ایناست. این بحث های تئوریک میگم کندراتیوف برای اولین بار به اصطلاح این تئوری رو مطرح کرد، بعد مندل اومد اینو به حساب مفصل تر
تحقیقاتی هم کرد سرش خودش و یه کتابی هم سرش منتشر کرد. حقیقتش بعد از اون کار زیادی نشده. ولی تا اونجایی که من گشتم دیدم این 10-20 سال اخیر یه عده‌ای چرا شروع کردن، یعنی هست مقالاتی و آکادمیسیان هایی که دارن روی این قضیه کار میکنن و اتفاقا به نتایج چی میگن دیگه ای هم رسیدن، به این معنا که اضافه بر بحث های مندل و بحث های کنراتیوف اومدن دلایلی برای این وجود این موجا توضیح دادن. بحث من هم این، منم خودم زیاد حقیقتش رو بخوای حتی با بحث های مندل سر موجای بلند قانع نشدم، یعنی خیلی تکنیکال بحث پیچیده است، منم زیاد هم درست نفهمیدم هم زیادم به هر حال تا اونجایی که فهمیدم قانع نشدم، خودم هم ولش کردم بعدش. ولی میگم اتفاق تازگی ها سر این کار زیاد شده و لازمه که ما اینو دوباره برگردیم بهش بررسی کنیم. اگر رفقا کسی رو خبر دارن که کار کرده سر این قضیه، بتونیم به صلاح راضیشون کنیم که بیان برای ما یه بحثی ارائه بدن، خیلی میتونه مفید واقع بشه، چون به نظر من مبحث مهمیه. درست از لحاظ آماری اثباتش اشکال داره، منتها یاسم انجامی همه چی از لحاظ آماری اثباتش در سرمایداری اشکال داره، چون آمارگیری سرمایداری اصلا یه چیز دیگه است. اولا هدفش همیشه اینه سود رو مخفی کنه، بسیار سودا رو بذاره جزو مخارج، سرمایه ثابت رو به صلاح تقسیم میکنه به سرمایه جاری و سرمایه فیکس. در نتیجه اصلا آماری که به ما میده به راحتی نمیشه از اون آمار بر اساس تئوری ارزش بسا تحلیل کرد، باید خیلی به صلاح آدم ریزکاری های خاصی به خرج بده تا بتونه این آمار رو تبدیل کنه به اون تحلیل. و اغلب متاسفانه رفقای مارکسیستی هم که سعی کردن این کار رو بکنن، به خاطر اینکه شاید زیاد دقت تو جنبه تکنیکی و آماریش نکردن، بحثاشون هم اونقدر قانع کننده نیست و نتایجی که میخوام بگیرن هم می روشن نیست. این موجای بلند مال چیه؟ آره موجای بلند رشد صنعتیه و این که بعد چجوری بعد این رشد صنعتی رو جایگزین کرد با یه نوع صنایع جدید، خود این یه دوره طولانی به چه دلیل اساسا ما این موجای بلند رو داریم؟ خود حتی دلیل این موجای بلند به نظر من هنوز تئوریزه نشده. ولی میگم یه مبحثیش که ما باید باز کنیم. منم جواب قانع کننده به همش ندارم، ولی تا اونجایی که میدونم که جدید داره روش کار میشه، هستن رفقایم که واردن، به هر حال کسی هم نیاد، به هر حال خودمون یه جوری باید بحثایی که هست بخونیم و بیایم با هم بحث کنیم دیگه، در نتیجه باید این کار رو بکنیم. ولی به هر حال منم چی میگن از خود نوشته مندلم زیاد قانع نشدم. نکته دومین که حالا اگر این موجهای بلند به دلیل تحولات صنعتیه، به دلیل تحولات تکنولوژیکه، به دلیل جایگزین کردن یه دوره صنعتی با یه دوره صنعتی جدید پیش میاد، این به صلاح اون شاید قانع کننده ترین بحثی بود که اون دوره به صلاح مندل مطرح کرده دلیل، به عنوان دلایل این موجا. این اگر این باشه، اگر این درست باشه، خب تو این دوره جدید که ما انقلاب تکنولوژیک مداوم داریم، یعنی دیگه این پدیده رو نداریم که دفعه مثلا یه سیکل صنعتی نه ماشین بخار جایگزین میشه مثلا با برق، خود این یه 20-30 سال طول میکشه دیگه تا این پدیده بتونه شکل بگیره، ما دیگه این رو نداریم. ما هر شب میخوابیم صبح پا میشیم تکنولوژی عوض شده، یه چیز جدید اومده، دیگه نمیتونیم از انقلاب صنعتی اول و دوم و سوم صحبت کنیم چون هر شب یه انقلاب صنعتیه. بنابراین دیگه اصلا معنی نداره این حرفا، بنابراین موج بلند و کوتاه رو نمیشه با این دیگه توضیح داد. اونایی که الان نشستن میخوان بیان اثبات کنن که هنوز این موجا وجود داره و با آمار و ارقام هم نشون دادن، من خودم دو سه تا بسیار مقاله اینطوری دیدم و اتفاقا آمار و ارقامشون هم از اون سطح آمار و ارقام کندراتیوف و مندل خیلی به اصطلاح چیزتره، خیلی پیشرفته تره. ولی
اثبات نمیکنه هنوز به نظر من. میگم این پدیده ایست که باید بحث کنیم. میخوایم سرمایه داری رو دوره بندی کنیم، آیا همچین دوره های وجود دارن؟ اگه وجود داشتن چرا وجود داشتن؟ آیا هنوز هم وجود دارن؟ اگه هنوز هم وجود دارن چه اهمیتی دارن؟ ازش چی رو میخوایم بفهمیم؟ این به نظر من یکی از مباحثی است که خب باید باز کنیم. خود منم ادعا نمی کنم تخصصی دارم در این مبحث، ولی به هر حال آدم باید یاد بگیره دیگه، باید بخونیم یاد بگیریم برای یه چیزی بفهمیم ازش دیگه. در رابطه با رقابت چین و آمریکا هم ببین، به نظر من خیلی جالبه، چین یکی از کشورهایی است که از این پدیده هژمونی آمریکا بر سرمایه داری جهانی خیلی بهره برده، چون سرمایه داری کردن کشورهای عقب افتاده از همه بهتر چین ازش استفاده کرد. انقلاب سفید شاه که میخواست ایران رو به صنایع مونتاژ برای محصولات خارجی تبدیل کنه، خب چین به بهترین وجهش انجام داده دیگه. چین الان کارخونه مونتاژ کل دنیا شده، اغلب اجناس پیچیده دنیا که ببینیم، تلفن دستی، کامپیوتر، این اون می ترانسفورمر، هر چی که شما بگی، بذار کارخونه بزرگ اسمبلی پلانتش الان در چین وجود داره. یعنی چین خیلی بهره برد از این ماجرا، به شکلی که الان تقسیم کار جهانی کاملا عوض شده دیگه. یعنی کالاهای مصرفی الان بزرگترین تولید کنندش چینه در بازار جهانی، سهم هیچ کم قادر به رقابت باش نیست، چون اقتصاد مقیاس هم استفاده میکنه، چون میتونه کارخونه های خیلی عظیمی بسازه، خودش یه بازار داخلی داره بزرگ، برای بازار جهانی هم تولید میکنه، برای میتونه با مقیاس عظیم تولید کنه دیگه، میتونه تکنولوژی آخرین تکنولوژی ها رو استفاده کنه، مخارج تکنولوژی برایش مهم نیست به خاطر این حجم بازاری رو که در اختیار داره. به همین خاطر رقابت دنیا رو گرفته، یعنی عملا هیچ کی قادر نیست الان با چین رقابت کنه سر تولید کالاهای مصرفی. ولی آمریکا از این نگران نیست، نگرانم نبوده، چون همین کالاهای مصرفی ارزون چینی خب اجازه میده به سرمایه‌داری آمریکایی و فرانسوی و انگلیسی که سطح دستمزدارم پایین بیارن دیگه، دستمزدهای طبقه کارگر رو بزنن، دولت رفاه اجتماعی رو جمع و جور کنن. می همین حملاتی که به طبقه کارگر کردن از پشتوانه همین به اصطلاح اقتصاد جهانی جدیدی که میتونن حالا این کالای مصرفی رو خیلی ارزونتر بیارن اونجا بدن دست هم. و رقابت از کجا شروع میشه؟ اگه دقت کرده باشین، ببین دعوا بین چین و آمریکا این سر تایوان، نمیدونم سر رابطه با روسیه، سر این سر اون وجود داشته دیگه همیشه، با اینکه خودشون رفتن چین رو علم کردن علیه روسیه، کمک هم کردن بهش که بتونه رقابت کنه با روسیه، هنوز هم به چین میگن چین کمونیست. حالا کجای این چین کمونیسته خود آمریکایی ها میدونن، هم حزب کمونیست، یعنی فقط از کمونیسم اسم حزب کمونیست اون کسایی که اونجا، والا چین الان میلیاردر بیشتر از آمریکا داره، در این چه جور چین کمونیستیه من نمیدونم، ولی به هر حال این رقابت ها همیشه وجود داشتن. ولی این رقابت ها رقابت های سطحیه، رقابت های که کار به جای باریک بکشه نیست. الان چی شده آمریکا یه دفعه انقدر نگران شده؟ برای اینکه برای اولین بار شرایط یه جوری داره میشه که چین میتونه تو تولید تکنولوژی با آمریکا رقابت کنه. چین دیگه از اون مرحله گذشته که فقط صنایع مونتاژ سرمایه‌داری جهانی شده اونجا. تمام مونتاژ سرمایه‌داری جهانی داره در چین صورت میگیره. داره فقط کالاهای مصرفی ارزون تولید میکنه برای بازار جهانی، سرمایه‌داری جهانی هم خیلی هم مشتاق این کالاها رو بخره چون میتونه دستمزد رو بزنه، مزد کارگرا رو کم کنه. ولی الان دولت چین به خاطر که یه نوع ایاتون باشه بحث کردیم سر چجور سرمایه داری میتونه در دوران ما
یک کشوری رو در یک کشوری حتی استبداد آسیایی رو تقویت کنه مثل ایران خودمون، که در واقع به خاطر روابط ما با سرمایه‌داری که الان گیره یه همچین استبداد آسیایی افتادیم در ایران. مگه چین چیزی غیر از اینه؟ حالا اونجا به اسم اسلامه، اونجا به اسم حزب کمونیست چینه، ولی حزب کمونیست چین و دولت چین با دولتی که کنفوسیوس وعدش رو میداد چه تفاوتی داره؟ کنفوسیوس در خواب میدید یه همچین دولتی رو، این دولتی که هر کسی یه مسئولیتی داره، یعنی حق شهروندی یعنی حق مسئولیت، مسئولیت داری در مقابل دولت، دولت هم یه مسئولیت داره در مقابل شما. همین اصل ساده به استبداد آسیایی که کنفیسیوس و فیلسوف بزرگ وچه تولید آسیایی، خب مگه الان حزب کمونیست چین داره چیکار میکنه؟ یه نوع استبداد آسیایی دیگه، همه چی دست خودشه. یعنی واقعا میگم تفاوت کمی داره با رژیم ایران، ولی تفاوت کیفی نداره از لحاظ بسا استبدادی بودنش. چرا یه دفعه رقیبه شده؟ چون همین استبداد آسیایی در چین به پشتوانه همین رشد اقتصادی که داشته، حالا مثلا 3 تریلیون دلار فقط ارز دلار داره، ذخیره ارزی داره و کلی به اصطلاح سرمایه انباش شده که میتونه تو بخش تکنولوژی بذاره، وارد تولید چیپ شده، وارد تولید تمام به اصطلاح الان تقریبا مرحله اولیه چیپ سازی رو هم میکنه و دیگه اون چیپ های خیلی نمیدونم در زم فارسی به چیپ چی میگن، معذرت میخوام از رفقا بعد نگن انگلیسی حرف زد، این لغت فارسیش من نمیدونم چیه. این چیپ سازی الان چین در واقع خرخره آمریکا رو گرفته، اینا مجبورن الان تو همه این کشورهای اروپایی شروع کنن کارخونه چیپ سازی ساختن برای اینکه ذره مستقل بشن از چین. برنامه کووید که اینا تولیداتشون خوابید کلی ضربه زد دیگه به تمام صنایع تولیدی غربی، وارد حوزه تکنولوژیک شده چی و خیلی هم با نقشه. یعنی شما سخنرانی های به اصطلاح این رهبران حزب کمونیست چین رو که بخونین تو این 10 سال اخیر، حالا این حرف های کلی و مفتی که میزنن به کنار، محتوای اصلیش اینه اتفاقا ما باید بریم تو حوزه تکنولوژی، ما باید بریم در حوزه تکنولوژی رشد بزرگی بکنیم، برنامه ریختن برای این کار. و اینه که آمریکا رو نگران کرده، چون در این حوزه اگه خیر آمریکا رو بگیری هژمونی شد، چون آمریکا پول عمده رو از کجا میگیره؟ از کرایه تکنولوژیک میگیره. چند وقت پیش یکی از رفقا بود اینجا صحبت کردن، رفیق اون مراد، گفت حتی نگاه میکنیم به سرمایه‌داری همه جا رانتیر شده، سرمایه‌داری آمریکا رانتیر تر کی؟ این اپل موبایلی که شما میخرید 1000 و خورده ای پوند، آخه به چه دلیل 1000 و خورده ای پوند؟ مثلا 50 پوند هم خرج جنسی که توش هست نیست، مونوپولی دیگه، کرایه تکنولوژیک داره میگیره. یعنی سود اضافه در تولید تکنولوژی و در انحصار تکنولوژیکه که به خاطر اون انحصار حالا ازش کرایه بگیری از بقیه. منبع اصلی سود اضافه در آمریکا در سرمایه‌داری جهانی اینه که دست سرمایه‌داری آمریکایی افتاده. این چین داره با این رقابت میکنه. به نظر من یه دلیل عمده که این رقابت ها تشدید شدن بین چین و آمریکا سر مسئله تکنولوژی. در رابطه با سوسیالیسم برای کشورم که خودتون گفتید، سوالی نبود، منم 100% موافقم. به نظر من یکی از ارتجاعی ترین تزهایی که تا حالا جنبش چپ ما به خودش دیده همین کنسپت سوسیالیسم برای کشور. ببینید چه بلاهایی سر ما تحت این نام نیامده دیگه، از حافظ اسد رو یادتونه میگفتن یه نوع سوسیالیسم، ناصر رو یادتونه میگفتن یه نوع سوسیالیسم. یعنی ما چند جور سوسیالیسم های کشککی داشتیم تحت همین نام و بهانه سوسیالیسم برای کشور،
که بله حالا برای این کشور این خودش یه نوعی سوسیالیسم، یعنی این خوشبختانه دیگه دوران این هم گذشت، یعنی دیگه اهلانه دیگه انقدر همه چی جهانی شده واقعا فروختن این ایده هم به یه عده خیلی کار دشواری، یعنی کی میاد دنبالی همچین ایده های واقعا ها بجز نمیدونم بخشی از عقب افتاده ترین به صلاح چپهای ماویست و استالینیست که هنوز به این تیپ عقاید اعتقاد دارن، واقعا کسی هم در دنیا دیگه ما نداریم دنبالش باشن. حالا سوسیال دموکرات ها بله هنوز هم از این حرفا میزنن، ولی اونا مسئلهش هیچ وقت مسئله سوسیالیسم در یک کشور نبود، مسئلهش این بود همیشه میتونیم ما سرمایه داری رو بهتر از سرمایه داری به چرخونیم دیگه، به نفع همه هم باش. در نشه این هم یه نسخه دیگه از همون ایده هاستیم. ببخشید روده درازی کردم، منتظر رفقای دیگه. خیلی ممنون تراب عزیز. آن بیست بفرمایید، نوبت شماست. خیلی ممنون. ببخشید من الان اودیو و ویدیو رو وصل کردم، باید بتونید صحبت. خیلی ممنون. من میخواستم بدونم نوبت منه یا نوبت سیامکه، چون اومیست که دستش رو زودتر از من بالا کرده بود یا اشتباه مهم میکنه. نیست، بفرما شما، بفرما خیلی سیامک ممنون. تو نوبته. بله خیلی ممنون تراب جان، خیلی بحث عالی بود، انقدر نکات رو گفتی که آدم نمیدونه، نمیتونیم روش همه نکات چیز کنیم، ولی خیلی عالی بود از این نظر که از این نظر هم که اون چیزایی که اون عرصه هایی که باید روش توجه بکنیم و منشن کردی، حالا اهم از اینه که ما جواب براشون داریم یا نداریم یا اصلا روشون کار شده یا نه، ولی خب درست میگی به نظر منم که خب خیلی مهمه که ما نگاه کنیم به این چیزها وقتی میخوایم یه دوره ای رو بگیم. یه سری پدیده ها هستن که پدیده های تصادفی هن. در طی تاریخ پیش میان و در جواب اونا آدم یه راهی پیدا میکنه، حالا یا درسته یا غلطه یه تئوری، ولی اونو نمیشه به عنوان یه تئوری که یه دورانی رو داره توضیح میده ما ازش استفاده کنیم و همیشه بخوایم پدیده های دیگر رو از همون تئوری که برای اون واقعی خاص داشتیم از طریق اون تبیینش کنیم. این که این خیلی بات موافقم. بعد از نظر این نکته هایی که می گفتی من با همه نکته ها موافقم، من تو دوست دارم که شبیه حرفایی در بیاد که خود منم قبول دارم، برای همین اگر می بینی که اینترپریتیشن من نمی خوره ببخشید، خودت توضیح میدی دیگه. من تصورم اینه که اولا اینه که یه نکته خیلی مهمه که ما تعریفمون از سرمایه داری چیه؟ سرمایه داری به نظر من اقلا در موقع پیدایشش این ایمپوز کردن، تحمیل زندگی منوط به بازاره، یعنی تولید کننده های مستقیمو که قسمت اعظم تولید خودشون رو خودشون مصرف میکردن، یه چیز زیادیش هم به دیگران میدادن که بتونن یه کالاهای دیگه بگیرن یه خود کمک زندگیشون باشه، این تولید کننده ها به یه طریق وایلنتی از وسایل تولیدشون جدا میشن و مجبور میشن که زندگیشون رو از طریق فروش محصولات یا فروش خودشون به بازار، یعنی فروش نیروی کارشون به بازار تأمین بکنن. در نتیجه زندگی اینا وابسته میشه به بازار. حالا بعضی جاها از طریق داخلی این قضیه انجام میشه، بعضی جاها بازار یعنی دولت‌های بیرونی یا اقتصادهای بیرونی که اوردی وارد این مرحله شدن میان این قضیه رو تحمیل میکنن و تولید کننده مستقیم رو مجبور میکنن که زندگیشون وابسته بشه به بازار. خب حالا من میخواستم بگم که به نظر من تو حرفاتم من اینجوری شنیدم، حالا اگه اشتباه شنیدم
میتونی تأثیر کنی. من شنیدم که تو میگی که خب این قضیه‌ای که از یه دوره‌ای آروم آروم زندگی تولید کننده های مستقیم وابسته شد به اینی که به بازار زندگیشون منوط به مستحیل شدن در بازار باشه، این دو تا پروسه است. در نتیجه سرمایه داری در واقع از همون اولش دو تا لاجیک داشته، یکی لاجیک انباشت بدویه، یکی لاجیک انباشت عادی سرمایه از طریق بیرون کشیدن اضافه ارزش. یعنی وقتی شما میگی که من به بازار وابسته هستم، از یه طرف داری به من میگی که من راهی برای تأمین معاش خودم ندارم جز اینی که برم نیروی کارمو به یکی دیگه بفروشم که به من کار بده. اون بابا از طریق اینی که نیروی کار منو میخره ولی از کار من استفاده میکنه، انباشت سرمایه رو صورت میده و میبرتش جلو. خب این نوع بیرون کشی، این نوع انباشت مستلزم بیرون کشیدن اضافه ارزش و مستلزم اینه که برابری حقوقی به وجود بیاد، سابجکت به وجود بیاد، نرم حقوقی به وجود بیاد، قرارداد رابطه من و تو رو تأمین بکنه. تو نمیتونی بیای منو با شلاق بگی برو کار کن، حالا یه موقع میزنی، ولی اصل بر اینه که منم مثل تو یه آدمم، یه سابجکتم، اهلیت حقوقی دارم، من از یه سری حقوق برخوردارم، یه سری وظایفم دارم، ولی از نظر فرمال من و تو برابر. ولی لاجیک انباشت بدوی که اول باید اصلا وجود داشته باشه که من به این کارگر تبدیل شم. خب من قبلا یا پیشه‌ور بودم یا دهقان بودم، خودم رو زمین خودم کار میکردم یا روی یه تیکه یه چرخی ریسندگی داشتم، 4 تا نخ میبافتم، فلان میکردم، کارامو انجام میدادم دیگه. قسمت اعظم زندگیمو از طریق وسایل تولید خودم تامین میکردم. تو اول باید منو تبدیل کنی به یه آدمی که هیچی نداره. اینو وقت چی کار میکنی؟ اینو از طریق انباشت بدوی. انباشت بدوی هم مثلا تو هند انگشت پیشه‌وره رو میبریدن که دیگه نتونه کار کنه. یعنی یا تو انگلیس هم همین کارو با انگلیس ها میکردن، تو ایرلند، تو همه جا دیگه. تو دوره خودمونم که شاه زمان شاه مثلا گداخونه درست کرده بودن، نوانخونه، مردم وادار میکردن که با هر جوری که شده از وسایل تولیدشون جدا شن. خب حالا این آدمایی که از وسایل تولید باید به این طریق جدا شن، دیگه نمیخواد روبناش این باشه که اهلیت حقوقی داشته باشن، برابر باشن، رابطهشون قرارداد نیست، رابطهشون اینه که تو میری به زور یارو رو زور عیان، زور نظامی بیرون میکن. بنابراین دو تا لاجیکه. وقتی این دو تا لاجیک همیشه با همدیگه در تضاده به نظر. و اینی که میگیم دوران، من فکر کنم بیشتر از دوران فیضاییه که جای همدیگر رو میگیره یا در کنار هم میرن جلو. یعنی شما توی تاریخ سرمایه داری که نگاه میکنی، یه بخشی از بورژواها به دلایلی، حالا یه دلیل دیگه هم که الان وقت نیست بریم توش، همون بحرانهای ادواریه به نظرم، مجبور میشن برگردن به مکانیزمای انباشت بدوی، و بر این که از مکانیزمای انباشت بدوی استفاده بکنن، اون موقع مجبور میشن که اون چیزای دیگه حقوق و دولت و نورماتیویتی و سابجکتیویتی و فلان اینا رو بذارن کنار. اون وقت اون توی اونجا مجبورشون میکنه که اینا اتفاقا نه جلوی انباشت بدوی رو بگیرن، اتفاقا انباشت بدوی رو تو اون جوامع تقویت میکنن، گذار از انباشت بدوی به انباشت عادی رو جلوشو میگیرن که مستلزم حکومت قانون و برابری و نرمای حقوقی و دولت ظاهرا پارلمانتار این چیزاست، جلوی اینو میخوان بگیرن. در نتیجه برای اینکه جلو اینو بگیرن، متحد میشن با اون اشکال قبلی، همینطور که خودت هم گفتی، مثلا دولت آسیایی و استبداد و اسلام و از این کثافت هایی که وجود داره، یا توی آمریکا مثلا ترامپ میاد. خب ترامپ هم داره همین کارو میکنه، ترامپ هم میگه بابا من حکومت قانون اصلا بر میدارم، بیشتر چیزهای حقوقی رو از بین میبرم و زور عیان رو میذارم. حتی تو یک از سخنرانیاشون گفتش که اگه کسی اومد اینجا انتقاد بکنه، شما بزنینش، پول چیز دادگاهشو من میدم. یعنی توی ایتالیا مثلا یارو فاشیسته، رسما فاشیسته، میگه من طرفدار موسولینی ام. تو اسرائیل مثلا خب یارو رسما میگه با من میخوام اصلا این قومو از بین ببرم، این فلسطینیا رو از بین ببرم. این دیگه با هیچ معیار
معمولی لیبرالی خانایی نداره، یه چیزی مال چه میدونم مال یهودیت باستان مثلا، چیز وحشتناکی دیگه. منتها میخوام بگم که به نظر من دعوا این دعوای بین این دوتا لاجیکیه که هر دوتاشون برای سرمایه داری لازمن، یکیش نیست. هم لاجیک انباشت عادی سرمایه از طریق بیرون کشیدن اضافه ارزش، هم لاجیک انباشت بدوی از طریق بیقانون کردن تولید کننده های مستقیم و تبدیل مایملک اونا به سرمایه. ببخشید من زیاد صحبت. خیلی ممنون کامبیز عزیز. تراب جان میخوای الان جواب بدی یا نفر بعدی را هم بپرسم؟ میخوای بگم تا یادم آره نرفته؟ بعد بفرمایید. رفیق بعد ببین، سر این انباشت اولیه من دفعه پیشم یه اشاره کردم. به نظر من با شما یه اختلاف مفهومی دارم. ببین، انباشت اولیه به چند معنا میشه استفاده کرد ازش. یکیش این که در دل طبقات میانی همیشه کسی داره انباشت اولیه میکنه، یعنی کسی داره از یه تولید کننده مستقل تبدیل میشه به یه سرمایه دار. از بین این 200 تا کفاش، یه کفاش میشه سرمایه دار. درست؟ توی حوزه های جدید، مثلا فرض کنید حوزه تولید مواد غذایی، ببینید الان شما یک سری مونوپولی های بزرگ تولید غذایی صورت، مکدونالد نمیدونم فلان، اینایی که شکل گرفتن، این که خب قبلا جزو سرمایه‌داری نبود، به اصطلاح این تولید کوچیک بود دیگه، رستوران های کوچیک، نمیدونم غذا تو خونه خوردن، همین غذا در خارج خورده، خارج از خانه خوردن، خودش باعث رشد سرمایهداری در یه حوزه شده که قبلا اصلا وارد سرمایهداری به معنا نشده بود، حوزه تولید مواد غذایی. در چه به اینم میشه گفت انباشت اولیه، یعنی سرمایهداری میره وارد یه حوزه هایی میشه سرمایهداری، نه انباشت اولیه به این معنا که یکی از این رستورانچی ها حالا میشه مکدونالد. سرمایه بزرگ میاد میبینه خب مواد غذایی الان مهم من دیگه، من یه مکدونالد بزنم، همبرگر $2 به همه بفروشم، خب این چقدر میتونم بفروشم دیگه، همه برای نهارشون لازم دارن بیا بیرون یه مکدونالد منو بخرن و برن دیگه. در نتیجه میره سرمایه گذاری میکنه، به این دیگه نمیگه انباشت اولیه، این دیگه این نیستش که یواش یواش از بین همه این مغازه‌دارا کسی سرمایه جمع کرده شده. سرمایه وجود داره، نقده، سرمایه اومده تو این حوزه سرمایه گذاری کرده، یه عده رستورانچی رو بی خانمان کرده دیگه، صرف نمیکنه براشون، نمیتونن رقابت کنن. به این نمیگی انباشت اولیه، به این میگی پروسه تخریبی به انباشت اولیه. یعنی این تمایز بین این دوتا مهمه. انباشت اولیه به این معنا که از دل هر بورژوای کوچیکی میتونه یه بورژوای بزرگ بیاد بیرون، این یه نوش. انباشت اولیه به این معنی دوره تاریخی، یه دوره تاریخی که لازمه که انقدر تولید کنندگان از وسایل تولید کنده بشن، انقدر سرمایه جا متمرکز بشه که بتونیم وارد تولید سرمایه داری بشیم و خودش بتونه خودش رو باز تولید کنه، به این دوره تاریخی هم میگیم انباشت اولیه، دوره ای که لازمه برای اینکه بچه تولید سرمایه داری بتونه شکل بگیره در این کشور. درست؟ خب حالا موقعی که این شکل گرفته، انگلستان شده سرمایه داری، آمریکا شده سرمایه داری، دیگه پروسه انباشت اولیه تاریخی معنی نداره دیگه، چون سرمایه وجود داره، سرمایه نقدن هست. ببین در ایران مثلا میگم، با اصلاحات ارزی شاه چیکار کرد؟ بنیاد فورد که زمان مقدم، کابینه مقدم اومده بود ایران و تحقیقات میکرد، یه رپورت نوشتن سر، قبلا هم گفتم اینو، سر تحرک پذیری نیروی کار در ایران، که اگه ما بخوایم برنامه مارشال پلن رو در ایران اجرا کنیم برای شماها، یعنی
سرمایه صنعتی بیاریم اینجا، تولیدات رو اینجا بیاریم بکنیم، خب احتیاج به کارگر داریم دیگه. ما موبیلیتی آف لیبر نداریم، تحرک پذیری نیروی کار نداریم. یه کسی یه جاست وابسته است به اون کار، اصلا مگه میشه کندش از اون کار؟ تمام جمعیت شما به یه شکلی وابسته است به روستاها. باید یه اصلاحات ارضی کرد. اصلاحات ارضی هم به چه معنا؟ اصلاحات ارضی شاه نتیجه مستقیمش چی بود؟ 40% جمعیت روستایی ایران در اون جاهایی که اصلاحات ارضی کردن، همه جا میدونیم نکردن، 40% به صلاح جمعیت روستایی از این روستاها به خاطر اصلاحات ارضی کنده شدن، مجبور شدن بیان شهرها، چون دیگه حق نسخ که نداشتن، زمینی بهشون نرسید، حالا هم همه بسیار خصوصی شده بود، زمین گرفته بود یارو که حق نسخ داشتن، چه به بقیه قرار نبود سهمی به بقیه خانوارا تو اون روستا بده، بقیه اینا آواره شدن شهرها، کارگر مجبورن بشن، درست؟ خب به این هم میتونی بگی انباشت اولیه. یعنی با اصلاحات ارضی شاه یه کاری کرد که طبقه کارگرش ایجاد، سرمایهش میگم وجود داره، نقدان سرمایه‌داری شکل گرفته، بنابراین دیگه اون دوران اولیه تاریخی برای سرمایه‌داری جهانی یعنی قرن 15 هم تا قرن 18 هم دیگه تموم شد رفت، دیگه اون پروسه اون شکلی رو ما نداریم. ولی نیروی کار باید تولید کنیم، نیروی کار برای که تولید کنی یه سری اقداماتی برمیداری، دولت برمیداره، دولت بورژوا برمیداره برای اینکه این طبقه کارگر رو ایجاد کنی. به این دیگه به اون پروسه تاریخی قبل از سرمایه داری در اروپای غربی و شمالی دیگه نمیشه گفت انباشته، چون سرمایهش نقدم وجود داره، کم بوده سرمایه نیست. اگر هم میخوایم جوامع عقب افتاده رو بررسی کنیم، اتفاقا از این زاویه باید بررسی کنیم که چجوری سرمایه میاد و میزنه دخل انباشت اولیه تو خود این کشورها رو میبره. انباشت اولیه تو این کشورها دو جنبه داره دیگه، یه جنبش کنده شدن تولید کنندگان از وسایل تولیده، یه جنبش هم انباشت سرمایه است دیگه. خب انباشت سرمایهش هم یعنی از بین میبری دیگه، یعنی سرمایه داخلی که داشت شکل میگرفت جلو انباشتش رو میگیری، سرمایه انگلیسی اومده پارچه کتون تولید منچستر رو به هندی ها میفروشه، تمام نساجی هندی کارهای دستی اون موقع با دوک و نمیدونم ابزار ساده رو از بین برد دیگه. به این دیگه نمیگی پروسه انباشت اولیه، چون انگلیس نیومد این کار رو بکنه چون احتیاج به کارگر داشت، انگلیس اومد این کار رو کرد بخواد که بخواد جنساش رو بفروشه، سرمایه داری انگلیسی داره این کار رو میکنه، نه اینکه سرمایه حالا میخواد انباشت بشه اونجا. بنابراین من منظور طوری نمیفهم، ما که میگیم مثلا امپریالیزم یاد بحرانش از طریق انباشت اولیه حل میکنه، به این دیگه نمیگن انباشت اولیه، به این میگن تخریب انباشت اولیه. پروسه های انباشت اولیه بومی رو از بین میبری برای اینکه سرمایه گذاری خودت اونجا غالب کنی. و یک بار بین این واقعا من مثل می هاروی دائم این کار رو میکنه، واقعا هاروی بره بچسبه به همون جغرافیاش بهتره تا اقتصاد سر اقتصاد. یعنی مقوله انباشت اولیه رو به هر شکلی که دلش میخواد استفاده میکنه. مثلا فرض کنید انگلستان به خاطری که میخوان نرخ سود بره بالا اومدن کلی صنایع دولتی رو به قیمت ارزون فروختن به صدا سرمایه‌داری خصوصی، به این میگه انباشت اولیه. این کجاش انباشت اولیه؟ سرمایه‌دار فرانسوی اومده مثلا آب لندن رو خریده، اینا همه دست دولت به قیمت مفت، بعدم 10 برابر کرد خرج مثلا استفاده من و شما رو از همین آبه. به این نمیگن انباشت اولیه، این انباشت سرمایه‌داریه، داره از طریق دولت با امتیازاتی که از دولت میگیره غارت میکنه و میره جلو.
یعنی سوء استفاده است از بازار برای اینکه نرخ سودش بالا تشویق بشه بیاد سرمایه‌هاشو به کار بندازه. توی دوران فعلی ما، دورانی که الان توش هستیم، بحران ما، بحران اساسی سرمایه‌داری چیه؟ 2008 چی رو اثبات کرد؟ 2008 اثبات کرد که بحران اصلی سرمایه‌داری که هنوزم حل نکرده سرمایه اضافه است. ببین موقعی که 2008 بحرانش رخ داد، در هج فاندا، در مشتقات، در به اصطلاح دستگاه مالی مشتقات 480 تریلیون دلار سرمایه گذاری شده. 480 تریلیون دلار. کل اقتصاد جهانی چیه؟ 70 تریلیون دلار. تولید ناخالص ملی کل دنیا رو که جمع بزنی میشه 70 تریلیون دلار. یا شده شد الان 80 تریلیون دلار. 80 تریلیون دلار کجا؟ 480 تریلیون دلار کجا؟ یعنی 80 تریلیون دلار کل تولید ناخالص دنیا اگه همش رو بدی به این سرمایه گذاری ها، تازه میشه مثلا 20%. اگه بخوای نصفش رو بدی مثلا تازه میشه 10%. یعنی چیز زیادی نیست برای اون. یعنی این مالکیت خصوصی، تراکم و تمرکز سرمایه الان به اینجا رسیده که تخمین زده میشه یه چیزی حدود 1000 تا 2000 تریلیون، نمیشم هیچ حساب و کتابی هم نیست که من آماره، تخمین هاییست که رفقایی که نشستن راجع به این چیزا کار کردن، آکادمیسیان های آمریکایی، مارکسیستاشون در آوردن. بین 1000 تا 2000 تریلیون دلار ما سرمایه خصوصی داریم، یعنی در دست افراد خصوصی. سرمایه‌ای که کجا بره کجا نره، رفته تو مشتقات، رفته تو قمار، رفته تو بورس بازی، رفته تو اینج. سرمایه کم نیستش که حالا تو بگی من از طریق انباشت اولیه میخوام برم تو ایران نمیدونم دهاتی ها رو غارت کنم که انباشت اولیه بکنم. کدوم انباشت اولیه؟ سرمایه اینجا انقدر وجود داره نمیدونم باش چیکار بکنن. دارن با قمار به اصطلاح پول میسازن، با پول، یعنی قمار هم یعنی جیب همدیگر رو زدن دیگه، جیب همدیگر رو دارن میزنن. چون سود به هر حال مجموع سودی که اونجا هست رو که بین همه اینا نمیشه تقسیم کرد که انقدر سرمایه زیاد، این جیب اونو میزنه. در نتیجه یعنی چی موقعی که هاروی میگه بحران رو میتوان با انباشت اولی حل کرد؟ حرف مفته به نظر من. اولا آماری نداده. آمار آدم باید بده دیگه. موقعی که من میگم سرمایه‌داری بحرانشو با انباشت اولیه حل میکنه، خب آقا آمار بده. مثلا از همین انباشت اولیه که تو میگی در فلان جا صورت گرفت چند میلیون دلار مثلا پول ساخت؟ میبینی مثلا میشه 10 میلیون دلار. 10 میلیون دلار کجا؟ 1000 تریلیون دلار کجا؟ یعنی نمیتونی بیای بگی این پروسه که مثلا دورگردای مثلا ایران رو رفقا میگفتن که انباشت اولی، دورگردای ایران رو مثلا بری از سر خیابونا جمع کنی برای چی؟ که مثلا حالا یه نفر دورگرد بزرگ بشه. حالا این دورگردا رو از بین میبری، سرمایه‌ای که از جیب اینا به جیب کسی دیگه نمیره، کارگرم که ما کم نداریم، 13 میلیون بیکار داریم در همین ایران، ما 13 میلیون بیکار داریم. در دنیای فعلی ما 1200 بیلیون، میگم 1200 بیلیون، میلیون آدم بیکار داریم. ارتش ذخیره کار از این بزرگتر میخوای؟ 1.2 بیلیون. خب این دیگه انباشت اولیه چه احتیاجی ما داریم؟ سرمایش که هست، کارگرش هم که هست. ببین یعنی چه انباشت اولیه؟ باید آمار داد. یعنی موقعی که میگیم این راه حل اونه، باید نشون داد با آمار، نه صرف این که
یکی گفته، یه جا صورت گرفته. این به نظر من میشه تحلیل، چی میگن، وقایع نگاری تا تحلیل. منظور منم این بود تازه، حالا از این بحث هم باش دقیقه، اصلا نمیخواستم راجع به این مسائل حرف بزنم، بیشتر میخواستم راجع به این حرف بزنم که موقعی که پروسه تاریخی انباشت اولیه تو اروپای شمالی و غربی تموم میشه و سرمایهداری در اینجاها غالب میشه، از اون به بعد همین سرمایه که تو انگلیس و هلند و فرانسه و غیر متمرکز شده و شکل گرفته، حالا خودش پروسه های انباشت اولیه تو سایر کشورها رو از بین میبره. ایرلند که مستعمرش بود تبدیل میکنه به تولید کشاورزی سیب زمینی، عملا نصف ایرلند تبدیل میشه به مزارع سیب زمینی. به این دیگه نمیگن انباشت اولیه، میگن تخریب پروسه انباشت اولیه. خیلی مهمه فرق بین این دوتا، چون همون تخریب پروسه های انباشت اولیه لطمه میزنه به اقتصاد این کشورها در یه شرایطی که دنیا به طرف سرمایه‌داری شدن و کالایی شدن داره میره، اینجا این پروسه رو متوقف میکنن، به عقب میرونن، برای اینکه پروسه های انباشت اولیهش رو تخریب میکنن با این سرمایه‌ای که دست انگلیسه. ایرلند رو تبدیل میکنه به مزرعه سیب زمینی برای صادرات به کل جهان. تازه فهمیدن با سیب زمینی میشه شکم مردم سیر کرد دیگه، بهترین به صلاح چی میگن عنصر غذایی برای کارگرا دیگه، بهشون سیب زمینی میدیم. در چه سیب زمینی خودش تجارت بزرگی شده بود دیگه. خب به این میگیم انباشت اول؟ نه، ولی باید بگیم پروسه تخریب انباشت اولی. بنابراین می از چند جنبه به من بحث تو رو سر انباشت اولی هنوز نمیفهمم. اگه بحث های هاروی رو داری میکنی، به نظر این بحث ها بحث های مفته، یعنی اصلا هیچ پایه و اساس تئوریک نداره، یعنی اصلا طرف نمیفهمه انباشت اولیه یعنی چی. همینجوری برای خودش میز انباش از طریق تصاحب، حالا می بله مثلا چون مارکس گفته تولید کننده های مستقل و وسایل تولیدش رو میکنیم، اونم این نیست که مارکس هم نگفته میرن وسایل تولیدش رو تصاحب میکنن، نه، با دوک نخریسی میخوان چیکار کنی، وسایلش رو تصاحب نمیکنن، وسایلش از بین میره، وسیله دیگه دستش میدن، میگه حالا با این تولید کن. بنابراین پروسه انباشت اولیه رو باید دقیق توضیح بدیم، شکلهای متفاوتش از هم جدا کنیم. یه اشتباهی هم که روزا میکنه همینه، فکر میکنه انباشت اولیه اشتباه طرف دیگر رو میکنه. انباشت اولیه چون توی انگلیس تموم شده، یعنی اون انباشت اولیه تاریخی، اون چون تموم شده حالا مجبوره بره انباشت اولیه رو تو کشورهای دیگه انجام بده. نه، سرمایه شکل گرفته دیگه، احتیاج به انباشت اولیه تو کشورهای دیگه نداره، میتونه با همین سرمایه بره سراغ کشورهای دیگه. دو، در داخل خود کشورهای متروپول هنوز پروسه انباشت اولیه داره صورت میگیره. انباشت اولیه به معنی دوم، یعنی تبدیل شدن یک کسی به سرمایه دار، تبدیل شدن یه عده دیگه به کارگر در پروسه تولید. این همه جا داره صورت، تو حوزه‌های جدید سرمایه وارد حوزه‌های جدید میشه، در حوزه‌های جدید این انباشت اولیه صورت میگیره. بازار فقط بازار محدود به این کالاها که نیست، با هر کالای جدیدی تو بازار اون کالای جدید هم ایجاد میکنی دیگه. در نتیجه پروسه انباشت اولیه به این معنی ابتدایی و کلیش، نه به اون مفهوم تاریخی بچه تولید سرمایه داریش، همه جا همزمان، هم من دارم سرمایه صادر میکنم به هندوستان برای تولید مواد خام، هم دارم کرایه تکنولوژیک میگیرم، همون جایی که زورم برسه میرم الماس های مثلا آفریقای جنوبی رو غارت میکنم. یعنی هم غارت، هم انباشت اولیه، هم مونوپولی، هم همه اینا با هم در کنار هم وجود دارد، مال مرحله خاصی نیست. این حال یکی یه دوره بزرگتر میشه، یکی دوره کوچیکتر میشه.
ولی اگر میخوایم بحران سرمایهداری رو با انباشت اولیه توضیح بدیم، معذرت میخوام، یه حرف مفتی، به خاطر اینکه آماری اول به من نشون بده، اثبات کن که این مثلا 5% هم اهمیت داره در مقایسه با 1000 تریلیون دلاری که اون بالا دست ملت خصوصی هست، نمیدونن باش چیکار کنن، دادن دست این هج فاندا که براشون قمار کنن. نمیدونم حالا جواب سوالت بود، چون سوال هم نبود، یه سری نکات که گفته. حالا بحث رو میتونیم ادامه بدیم. به هر حال من این چند تا نکته به عقلم رسید که گفتم. کامبیز عزیز، من وقت شما رو حفظ میکنم. از اون جایی که من ندیدم سیامک رو، اگه اجازه بدی سیامک هم بحثش رو ارائه کنه، سوالش، بحثش رو، و بعد این بحث رو ادامه بدیم. من میدونم که یک قطع و وصلی میشه این وسط، ولی فکر میکنم چون سیامک خیلی تحمل نشون داده، بذاریم ایشون هم صحبت کنه، بعد برمیگردیم به این. اختیار داریم. بله ایشون. نه ببخش، من دارم میخوام این سوالایی که تو متن هست و چند بارم بخونم. سوال میتونین رفیق کامبیز ادامه بدید، بسیار جالبه. این سوالا رو بخواهی خودتون میخواییم بخونین، خب بخونین دیگه اونا رو، اگه یا یعنی که ما فکرم بد نیست، یه تعاملی میشه، بعد بر میگردم. ما بحث و قطع نمی کنیم، فقط یه انتراکتی میدونیم. اوکی، پس یعنی بخونم دیگه این بله 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 سوال رو. سوال اولی از نسیمه که اینجوری، یعنی میگه که با تشکر از صحبت‌های مفید شما ممنون میشم اگر به این سوال پاسخ بدهید. شما در بحثتان اشاره کردید که سرمایه‌داری از همان آغاز جهانی بوده است. این به معنی بین‌المللی بودن سرمایه است. اما آیا می توان گفت که سرمایه از همان آغاز فراملی هم بوده است؟ منظورم از فراملی اشاره به بحث‌های ویلیام رابینسون است. این سوال من، البته فکر کنم اینو یه جورایی شما یه جای اشاره جواب دادیم، ولی خب حالا افتخارات میذارم که جواب بدید. بعد اون بذار سوال دو بعدی از علی اچ هم بکنم دیگه، اینا هستن که تراب عزیز لطفا بحث افول سرمایداری رو با نکات روش با نکات روش شناختی و جنبندی هایی که ذکر کردین رو توضیح بدهید. متوجه شدین؟ یه بار دیگه بفرمایید. تو رو بس بخشید، به حواست همون سیگار گرفته بودم دستم. بله ببین، سرمایه از اول جهانی بوده، سرمایه داری نمیشه گفت جهانی. سرمایه داری به نظر من بعد از جنگ جهانی دوم تازه جهانی شده، به این معنا که همه کشورها بچه تولیدشون شده سرمایه داری. معنی خیلی ساده بود که میگیم سرمایه داری جهانی، یعنی جهان رو سرمایه داری کرد. این دوره بعد جنگ صورت گرفت، ولی از لحاظ سرمایه که نگاه کنیم، من میخوام بگم اگر وجه تولید سرمایه ناشی از حرکت سرمایه است، سرمایه خودش قبل از اینکه وجه تولید سرمایه داری شکل بگیره وجود داشته دیگه. مارکس میگه به شکل سرمایه تجاری و پولی وجود داشت. حالا قانون ارزش به معنی که تو کاپیتال توضیح میده اینجا حاکم نیست به اون دقت، درست؟ ولی برای سرمایه وجود داره، خودش ارزشیش که خودشو افزایش میده دیگه. تعریف مارکس از سرمایه اینه دیگه، ارزش خود افزا، ارزشیش که خودشو گنده تر میکنه. این وجود داشته، این آردی جهانیه، این نقدن جهانی، چون اصلا تو بازار جهانی شکل گرفته. سرمایه بانکی اروپایی، سرمایه پولی اروپایی از کجا شکل گرفته؟ از وام دادن به دولت ها برای جنگ. فرانسه میخواست با اسپانیا بجنگه،
بانک ایتالیایی بهش وام میداد که آره وامت میدم برو بجنگ، چون اینم یه پول دیگه از اون ور میگیره. شرکت هند شرقی که انگلیس رو گرفته بود دستش از کجا اومد بیرون؟ از تجارت دیگه. تولید صنعتی که ما هنوز نداشتیم که، تولید کالای ساده داشتیم و تولید صنعتی که هنوز شکل نگرفته، هنوز نمیشه که سرمایه‌داری در انگلستان غالب شده بود. ولی شرکت هند شرقی نقدان دنیا رو گرفته بود. 30-40% بازار انگلیس در کالای مصرفی دست این شرکته بود. یعنی میخوام بگم سرمایه از هم، یا سرمایه انگلیسی، انگلیسی نیست نقدن. نقدن یه رابطه ای داره مثلا با یه عده تو آمریکا، نقدن رابطه ای داره با یه عده تو ایرلند، نقدن رابطه ای داره با یه عده تو هلند، تو هند. یعنی مستعمراتی که ساخته توی این سرمایه داری شدن انگلیس نقش داشتن، به صورتی که این پست کلونیال تئوریا امروزه چی میگن رفقای مارکسیست هندی هم تو این کار خیلی به اصطلاح تحلیل کردن و تحقیق کردن، اونم این که ما عامل بیرونی درونی نداریم. ما که صحبت میکنم از هندوستان نمیدونیم عامل بیرونی مثلا انگلیس، عامل درونی هند، نه برای سرمایه داری شدن عامل درونی بیرونی نداریم، همه ماها درون این بودیم. یعنی چی؟ یعنی خود هندوستان هم نقش داشته در سرمایه‌داری شدن انگلستان، در سرمایه‌داری شدن جهان. به نظر من از یه لحاظ این درسته، دقیقا از این لحاظی که من میگم اون سرمایه های اولیه نقدن جهانی هم. جهانی نه به این معنا که اینتر یعنی بین مللی، به این معنا که سرمایه انگلیسی و اروپایی و مثلا آسیایی و فلان با هم مخلوط شدن، نه اون حالا مال مراحل بعده. سرمایه انگلیسیه که رفته این کار رو میکنه، جهانی شده، ولی جهانیه. بنابراین به نظر من از این لحاظ درسته، و از این لحاظی که حالا عین این که مثلا وجه تولید سرمایه داری توفه است، حالا من هندی میخوام اثبات کنم که منم نقش داشتم در ایجاد وجه تولید سرمایه، خاک بر سر من بکنم. این چی بود که ساختی؟ یعنی آدم افتخارم بخواد بکنه که نخیر نقش منو فراموش نکنی. شما یوروسنتریستا نقش ما رو فراموش کرد. به نظر یه مقدار از این زاویه این بحث یه ذره راه افتاده اینطور جدی در هندوستان. یه ذره من نمیدونم بوی این ناسیونالیزم هندی رو میده به نظر من، ولی از این زاویه کاملا درست، سرمایه جهانی. ولی این که فراملی که میگیم، فراملی اول اینجا دو معنا داره، به معنی که ویلیامز استفاده میکنه. فراملی خب ما از زمان سرمایه داری انگلیس هم داشتیم دیگه، به هر حال سرمایه انگلیسی و آمریکایی مثلا خیلی جا با هم ادغام شده بودن، چه قبل از استقلال آمریکا چه بعد از استقلال آمریکا. نزدیکترین دو تا کشور سرمایه‌داری به هم انگلیس و آمریکا بودن، همیشه اینطور بود از نظر ادغام سرمایه ها در هم. یا مثلا سرمایه اروپایی از ایجاد بازار مشترک، خب سرمایه اروپایی خیلی در هم ادغام شده. سرمایه ژاپنی نه، زیاد با کسی قاطی نشده، اون دوره بیشتر سرمایه ژاپنی بود که حالا میرفت کشورهای دیگه سرمایه گذاری میکرد. جهانی شده ولی فراملی نشده. یعنی این فراملی شدن خود سرمایه یه پروسه است که شروع میشه و به اصطلاح دیگه تو دوران اخیر دیگه همه در هم قاطی شدن دیگه، اصلا معلوم سرمایه صاحبش کیه، چون سرمایه دار دیگه به اون معنا اهمیت نداره که سرمایه، به قول لنین سرمایه‌دار شده کپون سنجاق میکنه، چون سهام داره در فلان شرکت، خودش که سرمایه‌دار نیستش که، فقط پول داره پولشو داده بهرهش رو میگیره، هر سال کپونش رو میبره به سال یه درصدی میگیره دیگه، نقش اصلا در تولید نداره.
اتفاقا سوال بعدیتون راجع به افول سرمایه داری که گفتین، یکی از تعریف های لنین از دوران افول همینه که سرمایه داری دیگه نقشی در تولید نداره. شما نگاه کنید به دنیا، سرمایه داری نقش، البته گفتیم سرمایه دار هنوز هست، سرمایه دار کوچیک هم هنوز هست، انباشت اولی هم هنوز تو هر کشوری صورت میگیره، ولی سرمایه داری بزرگی که شما حساب کنید دیگه اصلا اون حالت دوران قدیم رو نداره که بره بخواد و صنعتی را بنداز و نمیدونم تولید بکنه و تک و تو که پیدا میشن تو آمریکا، هم تو حوزه تکنولوژی، تو حوزه‌های دیگه اصلا وجود نداره همچین چیزی که سرمایدار جدید پیدا بشه و بخواد بسه از این کارا بکنه. در نتیجه سرمایداری نقش انگلی پیدا کرده، سرمایدارا مدیرا جاشون گرفتن دیگه، شرکت سهامیه یه سری مدیر هم میچرخوننش، اون سرمایه دارم سهم دارن تو این شرکته و الا کنترل هم حتی ندارن، مدیریت کنترل میکنه. خب این یعنی چی؟ یعنی تولید، یعنی سرمایه داری نقشش رو تو تولید از دست داده، بنابراین انگل شده. ولی آیا این دلیل افوله؟ خب اون یه بحث دیگه است، حالا به اون برمیگردم. ولی در رابطه با این فراملی، پس یه جنبهش ادغام سرمایه هاست، ولی جنبه مهمیش که به نظر من ویلیامز مطرح میکنه و درسته، اونم اینه که فراملی شدن دیگه فقط حوزه سرمایه نیست، حوزه تولیده، تولید فراملی شده. شما ببینید یه موبایل تلفن دستی اپل شما میگیری در 7 کشور مختلف تولید شده، این جزءش ژاپن تولید شده، اون جزءش آمریکا تولید شده، این جزءش تایوان تولید شده، این یکیش 7-8 جزء رو میارن با هم توی چین، تازه اونجا هم اسمبلش میکنن، مونتاژش میکنن. یعنی خود پروسه تولید فراملی شده. از این زاویه است که این دوره متفاوته با صرفا فراملی شدن سرمایه ها، در هم فرو رفتن سرمایه ها، که ما گفتم این 3 شکل عمدهش رو داشتیم دیگه، آمریکا و انگلیس از یه طرف، دوران قدیم و قبل از جنگ جهانی دوم، اروپایی از یه طرف با هم ادغام شدن، ژاپنی هم از یه طرف تو جهان رفتن سرمایه گذاری کردن، ولی ادغام زیاد با کسی نشدن. ما این پدیده بعد دوره بعد از جنگ اینا خیلی بیشتر در هم فرو میرن دیگه، سرمایه اروپایی و سرمایه آمریکایی، آمریکا اصلا سرمایه داری اروپا رو احیا میکنه دیگه با مارشال پلن، درش از اون دوره بعد اصلا سرمایه آمریکایی اروپایی حسابی در هم ادغام شدن. درش فراملی بودن سرمایه قبل از فراملی بودن تولید سرمایه داری، این پدیده جدیده، این پدیده مال دوره بعد از جنگ، به خصوص دوره دهه به اصطلاح 80 به بعد، 1980 به این طرف، مال دوره به اصطلاح اخیره. این فکر کنم منظور شما این. در رابطه افول سرمایه‌داری گفتم خیلی تئوریا داده شده، یکیش همین الان به اصطلاح در ضمن صحبت سر سال اولی گفتم دیگه، لنین، تعریف لنین اینه که چون نقش سرمایه‌دار در تولید از بین رفته، شرکت های سهامی الان همه چی رو میچن، سهامی عمومی ها، نه سهامی 4 نفر با هم شریکن، سهامی که سهامش رو تو بورس میتونی بفروشی، هر کسی میتونه بره سهامی اینو بخره، به قول مارکس نوعی است که سرمایه، یه شکل مسخ شده است از اجتماعی کردن مالکیت در چارچوب دفاع از سرمایه داری. سرمایه داری برای اینکه خودش حفظ کنه به یه مرحله از تراکم و تمرکز رسیده، انقدر رشد کرده، میزان سرمایه اولیه‌ای که لازمه برای حرکت انقدر گنده شده دیگه، در حد یه سرمایه دار خصوصی نمی گنجه. خود سرمایه باید عمومی بشه، اجتماعی بشه به صورت سهام، سهامی که بتونی بفروشی از این اون پول بگیری، سرمایه کوچیک رو از این طریق جمع کنی برای این درجه از تراکم و تمرکز سرمایه. این پدیده باعث میشه که خود سرمایه دارها یواش یواش نقششون اصلا تو تولید از دست بدن.
چون حالا که اینطور شده یه شرکت سهامیه، سرمایش سهامیه، در بازار میتونه مبادله بشه، خرید و فروش بشه، معنی نداره من بشم رئیس شرکت چون من مثلا 30% سهامو دارم. نه، یه عده متخصص لازم داریم، مدیر و آدمای خبره و وارد و فلان و بهمان که بیان تنظیم کنن. می عملا مدیرا جای سرمایه‌دارا رو گرفتن. امروز سرمایه‌دار خصوصی ما تک و توکی داریم، گنده ها رو میگم، اونم تو حوزه های تکنولوژی فشکمی، تو حوزه های قدیمی اصلا جزو محالات دیگه بخواد چک بگیره همچی چیز. همه چی به صلاح عمومی شده، سرمایه داری سهامی عمومی شد. به همین معنا خب بورژوازی نقشش رو تو تولید از دست داده. ولی آیا این دلیل افول سرمایه داریه؟ نه، به نظر من نه. خب نشونی به اون نشونی که لنین این کتابش 1917 نوشت، خب الان 100 سال میگذره دیگه. خب این افول چی شد؟ اگه ما یه کنسپتی رو استفاده میکنیم که بعد ازش هیچ استفاده عملی نمیشه کرد، خب به چه درد میخوره؟ فقط یه شعار دیگه. ما که میگی افول، تو میخوای ازش در سیاست روز یه نتیجه بگیری دیگه. لنین اون موقع که میگفت افول، میخواست ازش یه نتیجه انقلاب سوسیالیستی رو بگیره برای کل اروپا، که درستم بود، به خاطر که اون بحران اروپایی اون موقع شرایط رو برای انقلاب سوسیالیستی هم فراهم کرده بود. چه حالا دوران افول سرمایداری باشه چه نباشه، سرنگونی سرمایداری احتیاج به دوران افول نداره. وسط دوران شکوهش هم میشه سرنگونش کرد، به شرط که طبقه کارگر اراده کنه. حالا به چه دلیل طبقه کارگر اراده کنه، اون یه بحث مفصل دیگه است. ولی میگم انقلاب سوسیالیستی از زمانی که تضادهای جامعه سرمایداری آشکار میشن در دستور روزه، چون مردم این تضادها رو میبینن دیگه، درچه میتونن آگاه بشن، درچه میتونن اراده کنن و سرنگونش کنن، میتونم شرایط ایجاد شه به خاطر بحران، به خاطر یه جنگ، به خاطر چه میدونم هزار و یک تصادف که یه دفعه تودا انقلابی هم بشن، میتونه رخ بده. ربطی به افول نداره. حتما ما نباید منتظر دوران افول بشیم تا سرمایه‌داری بشه سرنگون کرد. مگه موقعی که مارکس میگفت انقلاب سوسیالیستی 1850 سرمایه‌داری دوران افولش بود؟ نه، کجا دوران افولش بود؟ تازه دوران شکوفاییش بود. تازه بعد از موقعی که مارکس این حرف رو میزنه 30 سال یه موج بلند رشد اقتصادی سرمایه‌داری که تا اواخر قرن 19 هم ادامه داره دیگه، به خصوص بعد از کمون پاریس، بعد شکست کمون پاریس، یکی از عظیمترین رشدها رو سرمایه داری اروپایی و آمریکایی میکنه در مقایسه با همه دوره های قبل. بنابراین این تئوری نمیتونه به نظر من درست باشه، هرچند پدیده مهمیه. خود مارکس این پدیده رو گفتم چجوری اشاره میکنه، به این معنا که ببینید سرمایه‌داری خودش به یه جا، این که من میگم مناسبات تولیدی یه جا در تضاد با نیروهای مولده قرار میگیرن، ببینید الان نیروهای مولده به یه درجه از رشد رسیدن که دیگه نمیشه با مالکیت خصوصی سرمایه‌داری کنترلش کرد، باید مالکیت عمومی پیدا بشه. درچه سرمایه‌داری با عمومی کردن سرمایه در واقع مالکیت خصوصی رو نجات داده، به صورت حالا به قول لنین کپون سنجاق کن در اومده، سر سال کپون های سهمش رو میبره، در ازاش سهمش رو از سود میگیره. ولی به هر حال سرمایه داری هنوز دیگه، چرا افول؟ حالا مگه قبلا هم که حالا سرمایه دار نقشی تو تولید داشت، چه نقش مثلا عظیم و نمیدونم غیر قابل جایگزینی داشت؟ یارو کفش تولید میکنن، حالا آقا با ماشین کفش تولید میکرد، کار خارق العاده ای نبود که احتیاج به نابغه داشته باشی که مثلا بیاد حالا بدون این در تولید هیچی نمیتونه صورت بگیره. نخیر، مناسبات کالایی اون دوران و
شرایط طبقاتی اون جوامع اون دوران شرایطی شد یه عده سرمایه‌دار خصوصی پیدا بشن برای این کار، و الا میتونید یه شکل دیگه هم بگیره مثل چین و خودمون دیگه. آقای حزب کمونیست چین همین کارا رو کرد، دلیل نداره حتما عین همون پروسه رخ بده. بنابراین به نظر من درسته اینا رو از چه لحاظ میشه استفاده کرد؟ از یه لحاظ دیگه به نظر من هر وجه تولیدی که گذراست بالاخره باید بمیره و بره، نمیتونه ابدی باشه، بنا به منطق منطق بشریت نمیتونه ابدی باشه. هر تئوری که آداد میخوایم بدیم، میگم این باید اثبات کنی در مورد سرمایه داری، ولی همین ایده کلی رو که بگیریم، خب مارکس هم داره این ایده کلی رو دیگه. اون چجوری بیان میکنه؟ به این معنا که با همین حرفی که زدم راجع به شرکت های سهامی، مارکس میگه وجه تولید به یه جایی میرسه که برای اینکه خودش رو نجات بده باید از مناسبات وجه تولیدی بعدی استفاده کنه. یعنی چون تضادها روشن شده، تناقضات آشکار شده، از دل همین جامعه سرمایداری بیرون زده، سرمایداری یعنی خودش، یعنی آلترناتیواش هم روشن شده دیگه، اجتماعی کردن مالکیت، درست؟ آلترناتیو سرمایداری همون زمان مطرح شده دیگه، کمونیسم اروپایی و سوسیالیسم اروپایی که مارکس میپیونده بهشون، درست؟ بنابراین شروع میکنه از مناسبات بعد از خودش استفاده کردن. مثلا همین شرکت سهامی یه نمونه از این، یعنی مالکیت باید اشتباه، نمیتونی مالکیت دست دو نفر باشه، این صنایع عظیم باید راه بندازی. تو در نظر بگیر امروز مثلا بخوای مثلا چه میدونم راکتور اتمی بسازی با سرمایه خصوصی، نمیشه. یعنی باید حجم سرمایه گذاری به جایی رسیده، تکنولوژی به جایی رسیده، در این مقیاس گسترده سرمایه گذاری دیگه از عهده چهار نفر آدم نمیاد، یعنی باید حساب کتاب خیلی دقیق تر و وسیع تری روش باشه. در چه چی کار میکنی؟ میری از وجه تولید بعدی که باید مالکیت عمومی باشه به شکل مسخ شده یه چیزی رو برمیداری میاری ازش استفاده میکنی. یعنی چی؟ میگه ها سرمایه رو حالا عمومی میکنن، باش سهامی کردن، با خرید و فروش تو بازار بورس. یا اینکه مثلا میگم انحصارات، پدیده انحصارات خودش چیه؟ خودش یه نوع حالتی است که یعنی دیگه اونجور که رقابت، هرج و مرج رقابت در واقع امروز یه دفعه این عده سرمایه‌دار رو از بین میبره، این حالت کم اتفاق میفته دیگه. انحصارات کنترل میکنن، چون انحصار داره میتونه توزیع کن، برنامه ریزی کنه، یعنی استفاده از برنامه ریزی در تولید. خود استفاده از برنامه ریزی در تولید یه پدیده است متعلق به دوران بعدی، در دوران سوسیالیزمه که میتونی با برنامه ریزی به صلاح این کار رو انجام بدی. سرمایداری متکیز به هرج و مرج و رقابت، ولی در دل همین رقابت خود رشد مناسبات تولیدی به یه جا میرسه که خود سرمایداری میگه نه من باید بازار رو کنترل کنم، رقابت آزاد بازار دیگه به کنار، بیا با هم دست به یکی کنیم، قیمت مثلا یخچال اینقدر نگه داریم تو بازار، زد و بند کردن و بعد برنامه ریزی تو تولید، تو برنامه ریزی میکنی دیگه، اشباه تولید نداری، دیگه یخچال اضافه تولید نمی کنی، میتونی کنترل کنی تولید رو دیگه چقدر تولید میکنی، چون نمیخوای سود اضافت با هی تولید و بزرگ کردن نیست، سرمایه رو یه جای دیگه بردن سود اضافت رو بهت میده، توی همین حوزه دیگه نمیتونی سرمایه گذاری کنی. انحصارات دور اولیه چریختی بودن، یارو انحصار یخچال رو داشت، حالا میرفت مثلا تو اون جایی که مثلا این
نیکل کاری دستگیره ها و نمیدونم این جاهایی که تو یخچال میزنن، اونی که اونو تو اونو مونوپولی میکرد، میرفت تو اونم سرمایه گذاری میکرد. یعنی عمودی و افقی از تولید یخچال استفاده میکرد برای اینکه این سرمایه مونوپولیشو گسترش بده تو تمام حوزه‌هایی که مربوط میشن به تولید این یخچاله. اینا یعنی چی؟ یعنی استفاده از برنامه ریزی در تولید. خب اینا چی هن؟ اینا و این علائم ما امروزه تو جامعه سرمایه‌داری میبینیم، خیلی زیاد هم میبینیم. یعنی سرمایه‌داری دوران ما الان با سرمایه‌داری حتی قبل از جنگ جهانی خیلی فرق کرده. ببینید شما الان بحران اقتصادی میشه، سران G7 میشینن با هم میگن همه شما بانکاتون باید الان تسهیلات مالی ایجاد کنید، یعنی به سرمایه‌دارا پول بدید که از این بحران بیان بیرون، و الا بحران اینقدر شدید میشه ما نمیتونیم کنترلش کنیم. یعنی یا اینکه میشینن با هم برنامه ریزی، میدونیم داره یه بحران رکود میاد، ولی یه جوری بذاریم بیاد که به اصطلاح به قول خوش میگن سافت لندینگ، یعنی سخت به زمین نخوریم، با کون به زمین نخوریم، درست بشینیم رو زمین، سافت لندینگ. یعنی برنامه ریزی میکنن، یعنی حتی برای بحرانهای ادواریشون الان سطح مداخله برنامه ریزی شده مثلا دولت های سرمایه داری اصلا قابل مقایسه نیست به 100 سال پیش. این شکل هست. آیا اینها علائم افوله؟ نه به نظر من. باز علائم این که تضادها و تناقضات این جامعه انقدر آشکار شده که این وجه تولید بعد از مناسبات تولیدی بعدی سوء استفاده کنه برای اینکه خودش رو نجات بده، بله از این درسته، میگم اینو مارکس هم خودش گفته و کاملا لنین هم اشاره کرده به این، ولی این مساوی با دوران افول نیست. حقیقتش رو بخواین من یکی اعتقاد ندارم ما میتونیم صحبت از همچین دوران افولی بکنیم بر اساس معیارهای داده شده. خود مارکس میگه وجه تولید سرمایه جایی که جا برای رشدش هست رشد میکنه. خب الان شما نگاه کنید وجه تولید سرمایه داری، باز انگلیس نبینید، آمریکا نبینید، سرمایه داری جهانی اوه الان کلی هنوز جا برای رشد داره. الان شما تو عربستان میبینید چه سرمایه گذاری داره شکل میگیره، این شهری که دارن میسازن و این مثل تحولاتی که میخواد ایجاد کنه که مثل از نفت خودشون رو خلاص کنن، تریلیون ها دلار دارن خرج میکنن. یه همچین حجمی از یک سرمایه گذاری تنها ما سالهاست ندیده بودیم، درست؟ یعنی کی میگه سرمایه داری؟ سرمایه داری مثل سیب نیستش که برسه به قول خروشچف خودش از درخت بیفته دست ما، نه اینطوری نیست. سرمایه به نظر من همه این تئوری های به اصطلاح افول رو که خوندم عاقبتش به این نتیجه رسیدم شعاره، یعنی هیچ استفاده صحیح هم ازش نمیشه کرد. حالا بله دوران افول سرمایه‌داری مثلا آمریکا، خب باشود، خب چی؟ آمریکا هنوز ناتو رو نداره، هنوز 800 بیلیون دلار در سال خرج نظامیش نمیکنه از بودجه دولت، هنوز جنگ افروز جهان و پلیس جهانی نیست، هنوز یه سری آدم کش مثل زاینیستا رو اونجا نذاشته که نسل کشی از فلسطینی ها بکنن، هیچ کم صداش در نیاد، افول کرده و به چه ازش بخوای چه استفاده ای بکنی از این واژه افول؟ منم ادعا نمی کنم این حرف من درست دارم، میگم من یکی قانع نشدم از این بحث، امیدوارم یه رفیقی پیدا شه بتونه بیاد اینجا این دوره افول رو برای ما صحبت کنه. مثلا میگم یه رفیق عالیمون که متاسفانه حال جسمیش خوب نیست و الا دعوتش میکنیم صحبت کنه، رفیق دیرینه ما و من و یاسمن حداقل خوب میشناسیم، رفع هیلل تیکتین که شما هم حتما میشناسید، اسمش شنیدید،
یکی از تنها کسایی است که من دیدم و خوندم که راجب این دوران و افول به صلاح مقاله داده، کار کرده، نوشته داده. خیلی خوب بود، مثلا یه بحث با اون می داشتیم. اون میتونست یه بحثی رو معرفی کنه سر این مثلا دوران. ما دیکلاین به چی میگیم؟ دوران و افول سرمایه داری به چی میگیم؟ تئوریمون چیه سر این؟ اون یه بحث تئوریک درستی داره، میگه دوران و افول دورانی است که در واقع قوانین حرکت سرمایهداری کار نمی کنن دیگه. مثلا قوانین ارز، قانون ارزش. مثلا فرض کن صنعتی شدن به اونجا برسه، اتوماسیون به اونجا برسه که همه چی رو ربات تولید کنه، خب قانون ارزش دیگه چجوری بخواد کار کنه؟ یا اینکه در دوره بعد از جنگ جهانی دوم دولت رفاه اجتماعی که در واقع بازمانده همون دولت زمان جنگ دیگه، در جنگ جیره‌بندی دیگه، در جنگ قانون ارزش معلق دیگه، همه جیره‌بندی شدن، یعنی برنامه ریزی اجتماعی جیره‌بندی همه است، تولید با نقشه است برای جنگ، درست؟ در نتیجه اصلا به این نمیتونی بگی قوانین سرمایه داری، قانون ارزش معلق شده در واقع. همین رو کینز در واقع به شکلی برمیداره تئوریزش میکنه دیگه، قوانین جیره بندی زمان جنگ رو تبدیل میکنن به دولت رفاه اجتماعی که آقا نذاریم بحران های ادواری اینجور عالم سوز بشن، یه دفعه این ملت رو بدبخت کنن، اون سرمایه دارا رو آواره کنن. سعی کنیم مثلا سافت لندینگ باز باشه، یعنی میزان مصرف طبقه رو نذاریم به از یه حدی پایین تر که میزان تولید نتونه از یه حدی پایین تر سقوط کنه. بنابراین با یه سری مکانیزمایی جلوی این بحران های ادواری رو بگیریم با دولت رفاه اجتماعی. این نتیجه حاصل این پدیده جیره بندی زمان جنگ. خب این پدیده ادامه داره دیگه، شما دقت کنین مثلا تا دهه 70، از دهه 70 که تضادها و تناقضات این شروع میشه دیگه، بورژوازی نمیتونه این کارو بکنه، یعنی انقدر قدرت یونیونا زیاد شده، حقوق بیکاری و بیمه های اجتماعی و می چیزهای مجانی، بورس دانشگاهی و نمیدونم این چیزا خیلی زیاد شده دیگه از زمان جنگ، اینا هم تو مونده. اینا باعث شده اصلا قانون ارزش معلق بشه به یه شکلی دیگه، دولت داره در واقع تصمیم میگیره چی به چی بشه و کی به کجا بره و چه جوری حالا تو میتونی ارزشتو تحقق بدی. قانون ارزش به یه شکلی ضعیف شده، حالا معلق شاید لغت درستی نباشه، هیلل هم به این معنا استفاده نمیکنه، تضعیف شده. ما دوران و افول رو بر اساس تضعیف قوانین حرکت سرمایه باید توضیح بدیم. به نظر من این تئوری باز جالب تره تا تئوری لنین که چون بورژوازی انگل شده دوران افوله. نه، چون قوانین ارزش تضعیف شدن دوران افوله. ولی حتی همین حرف هیلل هم باز جای بحث داره دیگه. خب این حرف رو هیلر راجع به بحران 1970 میزنه، درست؟ بحرانی که بعد منجر به نئولیبرالیسم شد، بحرانی که بعد منجر به مانیتاریزم تاچر شد. این مال اون دوره است، این مقاله منده، این مقاله هیلر تکنیک. خب بعدش ما یه دوره رشد بزرگ سرمایه داریم. چه دوره؟ خب چه استفاده ای ما میخوایم بکنیم از این دوره افول؟ اگه به این سادگی میشه تضعیف قانون ارزش رو بهش پاسخ داد، پس دوران افول نیست دیگه، سرمایه‌داری الان جواب داره دیگه. شما دقت کنید، حالا نمیخوام اینجا ایراد به رفیق هیلل بگیرم، منصفانه نیست چون خودش اینجا نیست، در ضمنم میدونم اون خیلی بحثای دیگه هم کرده، من الان یه مقاله خاص دارم اینجا اشاره میکنم چون شما سوال کردید. بله میگم این بحث مفصله، خود منم گفتم اینو به عنوان نکاتی که باید بحث بشن مطرح کردم، نه اینکه
میتونم امشب همه اینها رو بحث کنم، چون تو همه اینها می 20 تا نکته از هر کدوم احتیاج به مینیمم یه جلسه بحث داره. در چه سر افول باید اتفاقا نکته مهمیه، چون ببینید چقدر رایجه توی ماها، تا دری به تقدیم میخوره میگیم افول، دوران افول است، دوران افول این است، دوران افول آن است. خیلی مثل لیبرالی از این واژه استفاده میکنیم، خیلی راحت. واقعا نمیشه دیگه، میخوایم چی به شعار که نمیخوایم بدیم دیگه، میخوایم یه نتیجه بگیریم، پس بنابراین باید این کارو کرد، بنابراین باید اون کارو کرد. یا اینجاست نقطه ضعف رژیم، مثلا نقطه ضعف سرمایه‌داری الان اونجاست، ازش باید این درس ها رو بگیریم دیگه. اگه نتونیم این درس ها رو بگیریم چه فایده ای داره بگیم دور دل خودمون رو خوش کردیم. بعد از هر بحرانی دیدی مارکسیست ها این دیگه دوران افول است، بعد از 2008 گفتن این دیگه دوران افول سرمایه، دیگه سرمایه داری دیگه از این نجات پیدا نخواهد کرد، نجات پیدا کرد، تناقضات حل نکرده ولی به یه شکل دیگه داره ادامه میده دیگه. بنابراین من تمام بحثم اینه بریم دنبال یه نوع مفهوم سازی از دوران افول که علمی باشه، واقعا یه چیزی رو به ما نشون بده و بشه ازش استفاده که ما تئوری رو برای کتاب نوشتن که نمیخوایم، که تئوری رو میخوایم ازش یه استفاده در مبارزات روز و عملیمون هم بکنیم دیگه. بعدا می حالا دوران افول است من و سننم، چه فایده ای به حال من داره؟ این از اون بحثایی است که باید بکنیم. منم جواب کامل ندارم، گفتم این چیزایی که کسای مختلف گفتن رو میتونیم بشینیم بررسی کنیم ببینیم تا چه اندازه هر کدومشون معنا دارن و درستن. مرسی. خیلی ممنون تراب عزیز. سعی میکنیم، هلال گاهی حالش بهتره گاهی مریضتره، سعی میکنیم دعوتش کنیم ببینیم یه موقع خوبی پیداش کنیم. ولی درست میگی، او هم این دوره افول رو اولا خیلی طولانی میبینه، اینجور نیست که بگه حالا افول شده پس سرنگونی نظام پیش میاد. و بحث اصلیش در رابطه با بکارگیری بخشی از روابط نظام بعدی در نظام کنونیه که فرق میکنه با اون درکایی که دیگران مطرح میکنه. کامبیز عزیز، نوبت شماست که پاسخ برگردی به بحثی که داشتی. بفرمایید. خیلی ممنون. من وقتتون رو نمیگیرم، میدونم الان هم تراب خسته شدم، همه بچه هم دیگه خیلی خسته شدم. من فقط نکته وار بگم اگر فرصت بشه یه دفعه من خودم این بحث رو بیارم. فکر میکنم تراب جان یه خورده کم لطفی کردی و این هاروی رو ولش کن، هاروی رو ما کاری نداره، همین الن وود هست، نمیدونم فرد موزلی هست، کلایمن هست، آدم های درست حسابی که میفهمن چی میگن. مسئله انباشت بدوی به نظر من تعریفی که تو ازش کردی اشتباهه. انباشت بدوی مارکس خیلی اصرار داره که با مکانیزمای غیر اقتصادی و عواقب سیاسی، حقوقی، فرهنگی داره. یعنی وقتی میرن دهقانا رو از زمین بیرون میکنن، زمینشون رو میکنن چراگاه، از طریق رقابت اقتصادی نیست که اونا رو ورشکسته میکنه. همینطور هم تو ایران ژاندارمه که میرفت که به خاطر رقابت اقتصادی رو ورشکسته نمیکرد. همینجور توی همین نیویورک، همینجا که ما هستیم تو آمریکا، آتش سوزی مصنوعی به وجود میارن، یه عالمه خونه ها میسوزه، بعد آدما بی خانمون میشن. این از طریق رقابت اقتصادی این آتش سوزی ایجاد نشده، مکانیزمای غیر اقتصادیه. و این چیزی که انباشت بدوی رو لاجیکشو منطقشو جدا میکنه از منطق سرمایه‌داری از طریق بیرون کشیدن اضافه ارزش، این قضیه است که به اصطلاح دوتا لاجیکی میکنه، دو منطقی میکنه سرمایه‌داری. از یه طرف سرمایه‌داری میخواد سابجکت رو به وجود بیاره، حکومت قانون رو به وجود بیاره، جدایی دولت از جامعه مدنی رو به وجود بیاره، به آدما اهلیت حقوقی بده، از یه طرف دیگه همه اینا رو میخواد ازشون بگیره
به خاطر مکانیزمای انباشت بدوی، نه هم که انباشت بدوی یه چیزی مال قدیمه، برای اینکه مجبور این جریان رو باز تولید کنه. وقتی تو ایران به طور مصنوعی این مسئله آب و پیش آوردن، یه بخش بزرگی از جنوب رو محکوم کردن که آب نداشته باشه، یا دریاچه بزرگ رو خشک کردن، این به خاطر رقابت اقتصادی نبود، به خاطر این بود که یه نوعی از زندگی رو تحمیل بکنن به یه بخش بزرگی از این جمعیت و مایملک اونا، حالا در این مورد آب، مایملک عمومی رو تبدیل کنن به مایملک خصوصی. و این قضیه همیشه داره تکرار میشه. اتفاقا خودت تو بحث چندین بار اشاره کردی که در کنار بیرون کشیدن اضافه ارزش و استثمار طبقه کارگر، سرمایه‌داری منظما داره از مکانیزمای انباشت بدوی استفاده میکنه. متا انباشت بدوی رو به نظر من توی تصور اشتباهی داری. انباشت بدوی یعنی جدا کردن تولید کننده های مستقیم از وسایل تولیدشون از طرق غیر اقتصادی، طرق نظامی یا حقوقی یا هر راه دیگه که بشه، همین کاری که الان مثلا اسرائیل داره میکنه، و جمع کردن اموال غارت شده در دست یه عده. این نیست که چند نفر تو رقابت یکیشون شانس میاره میشه بورژوا، اینجوری نیست. یه توده عظیمی از تولید کننده های مستقیم و از وسایل تولید جدا میکنن و اموال غارت شده اونا، یعنی همین وسایل تولید رو میارن تبدیلش میکنن به مایملک طبقه جدیدی که حالا میشه بورژوا. یعنی در واقع هم پرولتاریا هم بورژوازی زاییده میشه و منظما هم زاییده میشه. حالا درست میگی تو، میگی خب این همه کارگر بیکار داریم. آره کارگر بیکار هم مصنوعا آفریدن دیگه، این نیست که جمعیت بیخودی زیادیه. یعنی سرمایه‌داری احتیاج داره به این ارتش ذخیره که فشار بیاره روی مزد کارگر. یه مسئله دیگه هم که من میخواستم روش کار کنیم اگر بشه دفعه دیگه، سر بحران. بحران به نظر من یه مسئله آماری نیست که توضیحش میده، یه مسئله تئوریکه. همین قضیه ای که گفتی رشد تکنولوژی، یعنی رشد سرمایه ثابت، یعنی کاهش نرخ سود. هر چی که تو سهم سرمایه ثابتت بره بالاتر، البته خب ببخشید من اینو دارم میگم، شما همتون از من ریاضیاتون بهتر، ولی بالاخره این هر چی که سهم سرمایه ثابت و ماشینالات و غیر ذلک بره بالا، نسبت اضافه ارزش به کل سرمایه کم میشه، یعنی نرخ سود میاد پایین. و این قضیه طوری نیست که برخلاف نظر انترناسیونال دو و سه، لنین اینکلوده، اینطور نیست که وقتی که نرخ سود میاد پایین سرمایه‌داری همیشه میتونه باز تولید رو ادامه بده. یعنی هی وسایل تولید بیشتر تولید کنه برای تولید کننده های وسایل تولید، چون از اون طرف اینا داره کسر رو مخرجش رو بزرگتر میکنه، یعنی سهم سرمایه ثابت داره اضافه میشه و نرخ سود میاد پایین، میرسه به یه جایی که دیگه صرف نمیکنه یا خیلی خطرناکه که تو دوباره سرمایه تو بریزی تو تولید. در نتیجه این جریان باز تولید سرمایه و بحران هم یه چیزی نیست که یه جریانیه که تا ابد سرمایه داری میتونه از گریبان خودش از دستش آزاد بود. حالا اگر فرصتی باشه و رفقا حوصله داشته باشن، من دوست دارم یه دفعه دیگه مفصل راجع به این اصلا صحبت بکنیم. ببخشین الان هم همه میدونم خواستن، فقط خواستم اینو تذکر. خیلی ممنون سراب جان، بفرمایید. چیزی زیادی نمیگم، فقط چند تا نکته کوچیک. بله درسته، انباشت اولیه به معنی اون پروسه تاریخی که منجر به سرمایه‌داری شد، به قول مارکس با حروف خون و آتش نوشته شده، یعنی با کشتار و به صلاح جنایت و زور و خارج از حوزه اقتصاد به قول شما صورت گرفته، در این تردیدی نیست. این همین پروسه، یعنی پروسه با زور و با خشونت، هنوز هم همه جا اتفاق میفته. اینم من نمیگم نیست، ولی این تنها شکل انباشت اولیه نیست. خود لغت انباشت اولیه از اینجا میاد، در اقتصاد سیاسی انگلیسی لغتش ها، نه انباشت اولیه به معنی این دوره تاریخی قبل از سرمایه داری، اول اینش پیدا میشه بعد این استفاده ازش میشه. اونم این که یه خرده بورژوا انباشت اولیه میکنه میشه سرمایه‌دار،
به این میگن انباشت اولی. این همه جا وجود داره، بله هنوز هم همه جا وجود داره. منتها بحث من این نیستش که اینا وجود ندارن، بحث من اینه که مقدارش چقدر مهمه. این مسئله اینه دیگه، دست آخر کمیت اینجا مهمه دیگه. اگر از کل این اقتصاد 1% حالا اینه، تو میخوای بگی این 1% بحران رو حل میکنه؟ باید این رو اثبات کنی، یعنی آماری ارقامی باید نشون بدی این رو. نمیتونی همینجوری بگی این رو، چون به نظر جالب میاد، برای اینکه این کارا رو میکنن، خون مردم آتیش میزنن که خونه بسازن. این انباشت اولی، حالا اسمش رو بذار انباشت اولیه، مهم اسمش نیست، مهم اینه که بیا اثبات کنی این چه مقدار از حل بحران رو این حل میکنه واقعا. این کارا، این مجموعه رو که رو هم بذاری، مسئله مقدارا مهمه دیگه، برای که از این بحران در بیاد. بحث من اینه، یک، اونجایی که سرمایه میاد، یعنی سرمایه نقدن وجود داره، یه ور قضیه وجود داره، تولید کننده از وسایل تولید کنده نشدن ولی سرمایه وجود داره، چون در انگلستان پیدا شده، میتونه بره ایران این کار رو بکنه. موقعی که این نوع حرکت سرمایه رو ما داریم میگیم، دیگه به این نمیگیم انباشت اولیه، این میره اونجا میزنه دخل پروسای انباشت اولیه اون کشور رو میاره، چون سرمایه برده اونجا. احتیاجی نداره به این انباشت اولیه، یه ور معامله رو حل کرده. بنابراین به اینم نمیتونیم بگیم انباشت اولیه، بلکه اتفاقا برای اینکه بتونیم بفهمیم چه بلایی این ادغام در سرمایه‌داری جهانی سر بعضی از این کشورهای عقب افتاده آورده، اتفاقا یکیش همینه، چجوری رفتن زدن دخل پروسه‌های انباشت اولیه تو خود این کشورها رو در آوردن. انباشت اولیه که اونجا هم نمیگم داشت با صلح و صفا صورت میگرفت، اونجا هم داشت با خون و آتش به اصطلاح صورت میگرفت، ولی به هر حال از دلش یه سرمایه‌داری میامد بیرون دیگه، اونو زدن جلوشو گرفتن. حتی اون سرمایه ای هم که یه ذره جمع شده از طریق بانک شاهنشاهیش، مثلا انگلستان در ایران به اسم بانکش بود، بانک شاهنشاهی دیگه، از طریق بانک شاهنشاهی سرمایه رو هم منتقل میکردن به انگلیس به جای که وام بدن به ایرونیا. به این میگیم پروسه تخریب انباشت اولی. بنابراین سه تا مسئله است، یکی پروسه انباشت اولی تاریخی قرن 15 تا قرن 18، درست؟ دو، یکی پروسه انباشت اولیه خیلی ساده است، به معنی یه خورده بورژا بورژا شدن، یه انباشت اولیه باید بکنه تا بشه بورژا. هر دوتای این پروسه در دل هر جامعه سرمایداری هنوزم ادامه داره. این که مقدارشون چقدره باید با آمار ارقام نشون داده بشه، آدم فرض نمیتونه بکنه چون فلان اتفاق افتاد پس این خیلی مهمه. نه، یه اتفاق افتاد، بله یه اهمیتی هم داره ولی خیلی مهم هم نیست. مسئله اینه دیگه، مسئله ارزیابی سنجیدن ایناست دیگه. درچه همینجوری ماها، ببین ماها حداقل باید یه ذره علمی تر صحبت کنیم دیگه، همینجوری که نمیتونیم شعار بدیم. که باید اثبات کرد که پروسه انباشت اولیه یه عامل مهمیه در حل بحران. بله هر وقت حالا اومدی خود توضیح دادی میتونی مفصلتر توضیح بدی، منم دارم طرح سوالات رو میکنم دیگه، ببینیم میخوان چیا رو بپردازیم بهش. برای من از این زاویه من گفتم. سه، راجع به کشورهای عقب افتاده که صحبت میکنیم، راجع به امپریالیسم که صحبت میکنیم، باید در نظر بگیریم پروسه انباش داخل خود این کشورها در ارتباط با سرمایه خارجی که میره وارد این کشور، این تقابل چجوری بسیار چه نتایجی میده، تا اینکه بگیم اینم رفت اونجا انباشت اولیه کردیم چیزی رو حل نکردیم. نه، اتفاقی رفت زد دخل
نساجای هندی را آورد، دخل کفاشای ایرانی را آورد، این نوع سرمایه گذاری، این نوع سرمایه خارجی. درنچه این جنبه هاشه دیگه به نظر من مهمه که کمیت ها هم اندازه گیری بشه. دو، این هم یه تئوریست که باز باید خودت بیای یه بار مفصلتر بحث کنی، اونم این چیزی که مد شده توی به اصطلاح چپ مارکسیست که بعد بحران ها بحران های ادواری رو گذاشتن که حالا بحران ها شده بحران های کاهش نرخ سود. مثلا آمازون نرخ سودش کمه، مثلا مایکروسافت نرخ سودش کمه، این شرکت های بزرگ نفتی دنیا نرخ سودشون کمه. کی میگه نرخ سود اونقدر کاهبیه؟ خیلی جانه تو، خیلی هم دارن سودای عظیم میبرن. چجوری پس دارن میبرن؟ همینجوری از یه جمله مارکس به این نتیجه رسیدن که بله بحران ها به دلیل کاهش نرخ سوده، تا اثبات نشه در تئوری معنی نداره، صرفا یه شعاره. میگم در جهانی که 1000 تریلیون دلار سرمایه خصوصی هست، دست افراد خصوصیه، تو میخوای بگی بحران دلیلش کاهش نرخ سوده، با این 1000 تریلیون دلار تو 20% نرخ سود بخوای بدی، این چقدر باید بدی؟ 200 تریلیون دلار فقط باید بهش پول بدی، از کجا بیاری بدی؟ ما که کل اقتصاد جهانی 80 تریلیون دلار میتونه تولید کنه در سال، همش هم بدی به اینا کمه. حالا دلیل این کاهش نرخ سوده یا سرمایه اضافی؟ این بحثی که بحران 2008، این بحرانی که الان درش زندگی میکنیم، چه نوع بحرانیه؟ بحث مهمی، همجور نمیشه با یه فرمول برای کاهش نرخ سوده. نه خیر، اصلا هیچ ربطی به کاهش نرخ سود نداره، ربط داره به انباشت اضافی، به سرمایه های موهومی که انقدر گنده شده تو این فاینانشالایزیشن دنیا که 3 برابر سرمایه های واقعی شده، تخمین زده میشه. من به شما وام میدم، بعد تو دفتر خودم، چون میدونم شما داری سالی مثلا 2% بهرهش رو به من میدی، من میگم این پول سرمایه است، جزء اسست های منه، اینم درآمدشه. یه شرکت دیگه میاد، من میگم این من به تو میفروشم، اگه 2% از این میگرفتم 1.5% از تو میگیرم، اینو میفروشم، تو برو از این بگیر. اون تو دفتر حسابش وارد میکنه من 100 بیلیون پول دارم، اسست همه، این 1% سودم از همینجوری. اون بعد شرکت بیمه میاد بیمت میکنه که اگه یارو پول نداد مثلا من پولتو میدم، بعد اون تو دفترش وارد میکنه من 100 میلیون اینجا سرمایه دارم. این سرمایه موهومی که ایجاد میشه تو بازار فایننس دارن میچرخن. یعنی من به حساب این که 100 میلیون اسست دارم میرم وام میدم به یک کسی، به حسابی که 100 میلیون اسست دارم با دولت میرم میشینم سر فلان و بهمان بحث میکنم. یعنی سرمایه است، موهومیه، ولی سرمایه است، تو دفتر من وارد شده، من یه اسست هم. بحران اساسی، خود بحث بحران سرمایه داری جهانی یه بحث خیلی مهمیه، اینم باید بکنیم. حالا این دوره بعدی، اول یه سری از این معیارهای اولیه رو روشن کنیم بریم جلو، بعد میتونیم به بحران سرمایه داری هم برسیم. اینجوری هم نیست که فقط یه عده‌ای همه میگن مارکسیستای بسا وارد میگن مثلا کاهش نرخ سوده، نه اتفاقا به نظر من همون اسمایی که تو آوردی، من 100 تا دیگه میارم از اونها خیلی فهمیده تر، که میگن نه کاهش نرخ سود نیست، بحران سرمایه اضافی است. در چه بحث داریم؟ همینجوری نیست داده شده که قبول شده، همه هم پذیرفتن که دلیل بحران سرمایه داری کاهش نرخ سود. مضافم به این که کجا مارکس گفته کاهش نرخ سود باعث بحران ادواری میشه؟ هیچ جا نگفت.
بحران ادواری بحران اشباع تولید، اشباع تولید یا اشباع تولید محصولات یا اشباع تولید وسایل تولید یا اشباع تولید سرمایه است به اشکال مختلف ظاهر میشه، یعنی به صورت سرمایه پولی، سرمایه کالایی، سرمایه مولد به اشکال مختلف در دوره های مختلف ظاهر میشه. تو این دوره که ظاهر میشه چون اشباع انباش نمیتونه تحقق بده به نسبت اون نرخ سودی که هست، حالا هر چند درصد هست، 1% باشه، 10% باشه، به اون نسبت اون درصدی که هست یه دفعه سقوطی میکنه. اون سقوط ناگهانیه که این بحران ها رو ایجاد میکنه. یه دفعه همه سرمایه ها رو میکشن بیرون، یه دفعه رکود میشه، فلان میشه، بهمان میشه. خود نرخ سود، فرض کن نرخ سود الان جهان 1%. اول میگیم نرخ سود، مگه نرخ سود همیشه مساویه؟ میگم الان اپل و مایکروسافت و آمازون و اینا 30%، 31% دارن نرخ سودشونه. کجا مثلا 2%؟ فرض کن الان نرخ سود 1% همه جای دنیا هم شده 1%، درست؟ خب حالا من سرمایه دار اگه نرخ سود 1%، میگم من سرمایه هم سرمایه گذاری نمی کنم. خب باز 1% هم 1% دیگه. 1000 تریلیون دلار داشته باشم ازش 10 بیلیون فقط سود میگیرم. 10 بیلیون میگم اخ اخ پیف پیف. 1 تریلیون داشته باشم چندین بیلیون پول میگیرم دیگه، میلیون پول میگیرم. خب بالاخره اون پوله رو میگیرم یا نمیگم؟ میگم نه پیف پیف نه. یعنی باید اثبات کرد همینجوری تو قبول شده اینا رو قلمداد میکنیم، اینه که اینا یه چیزهای خیلی بدیهی هست، در صورت اینطوری نیست. سر همه اینا کلی بحث هست. منم قصدم این نیستش که بگم این حرفی که من میزنم درستی، حرفی تو میزنی غلطه. میگم بحث هست در این چیزه، اینا رو باید بحث کنیم. همینجوری هی قلفتی نگیریم یه چیزی رو تکرار کنیم بدون اینکه واقعا مسائلش رو برسیم و بفهمیم و بحث کنیم. اینجور سفت و سخت نچسبیم به این تئوری به اون تئوری بدون اینکه واقعا روشن باشه این مبحث کاهش نرخ سود یا سرمایه اضافی الان از 2008 تا حالا ادامه داره بین مارکسیستا. در چه دو جنبه از بحثه. به نظر من بحث اولی خیلی مهمتره، یعنی انباشت زیادی، سرمایه زیادی. سرمایه داری به یه مرحله ای رسیده که انقدر انباشت کرده، انقدر سرمایه اضافی داره که نمیدونه باش شکار بکنه. جدی میگم این خیلی پدیده مهمتریه تا کاهش نرخ سود. تنها شکلی که تو میتونی سرمایه اضافه رو به حل مثلا جذب کنی چیه؟ شاخهای جدید صنعتی دیگه. بری شاخهای عظیم جدید، مثلا فرض کن تو اتوماسیون، روباتیک، بایوتک، ژنتیکس، یه حوزه جدیدی بسازی که بتونه این همه سرمایه رو جذب کنه دیگه. فقط اینجوری میتونی از شر این بحران خلاص. اگه نتونی با این سرمایه اضافی میخوای چیکار کنی؟ با این 1000 تریلیون دلار میخوای چیکار کنی؟ فقط 6 تا 7 بانک نیویورکی هر کدوم 10، این یکی 7، اون یکی 8 تریلیون دلار فقط سرمایه این مؤسسات مالیه. با این پولا میخوای چیکار کنی؟ کاهش با انباشت اولیه در غزه تو میتونی مشکل این 1000 تریلیون دلار رو حل کنی؟ نمیتونی. بحث منم بنابراین اینه، اولا بحث هست در این مقولات و باید ما بحثاشو بکنیم، آشنا باشیم و به اصطلاح چی میگن، حداقل یه نتایج کلی بتونیم ازش برای هم دیگه بگیریم دیگه. دو اینکه کنکرت و علمی باشیم، شعاری نمیتونیم باشیم، یعنی باید حساب کتاب داره هر بحثی. منم گفتم بازم تکرار کنم، امیدوارم
رفقای منظور منو فهمیده باشن. منم نخواستم امروز یه حرف کامل و تمام شده سر این قضايا بزنم. منم دارم مشکلاتی رو که تو ذهن خودمه بر اساس این چیزایی که منم خوندم دارم بیان میکنم دیگه. میگم باید اینا رو برسیم با هم دیگه بشینیم بحث کنیم همش رو. هیچ کدومش روشن نیست. از دوران افولش روشن نیست. تا به سایی دور بندی هایی که تا حالا همه کردیم روشن نیست. اصلا از خود تعریف بچه تولید سرمایه داریش ما اختلاف داریم. اصلا از فهم خود کتاب کاپیتال با اشکال داریم. که کاپیتال واقعا یه عده مدل سرمایه میگه، این مدل ناب سرمایه داری اینه دیگه. سرمایه داری یعنی این. در فیه از این شباهتی بیش هیچ جای دنیا ما سرمایه داری نداریم شبیه جلد اول کاپیتال. نداشتیمش وقتا. در چی مدل مارکس مدل سرمایه داری ناب نداده. همین این رو اثبات کردن به یه سری از این رفقا کار حضرت فیله. فکر میکنم اون مدل بسته آره یه ذره باید کاملترش میکرد، ولی خب تا همینجاش به هر حال داده به ما دیگه. بعضی از رفقا دیدیم میخوام بشن تحلیل کنم مثلا الان بحران فرض کن اقتصادی ایران چیه، میان بر اساس جملات مارکس تو کپیتال مثلا نرخ بهره چی بود، نرخ ارزش اضافه چی بود، فقط میخوان اینو توضیح. بابا اینا اینو توضیح نمیده. میخوای یه سرمایه‌داری مشخص رو توضیح بدی با تحلیل مشخص بکنی، با معقولات کاپیتال که نمیتونی اینا رو جایگزین این تحلیلا بکنی. که بحث من هم اینه که ما اتفاقا همه این مسائلی که من امشب مطرح کردم در چارچوب دوره بندی سرمایه داری میدونیم همش مسائلی هستن که همه ما باش دست و گریبان بستیم و پاره کردیم و خورد کردیم و به هیچ جایی هم نرسیدیم. در نتیجه مهم من همشون توقع منم از رفقا اینه که بیایم با هم بحث کنیم، دانستنی هامون رو در کنار هم بذاریم با هم بحث کنیم. از دل این بحث ها بالاخره ما هم یه ذره روشنتر میشیم دیگه، به یه جنبندی هایی برسیم. به هر حال کسی نمیاد برای ما حل کنه، هی با کتاب نمیدونم ایکس و ایگرک خوندن نمیشه دنیا رو به سا مشکلاتش حل کرد. باید خود ما هم فکر کنیم دیگه، یه ذره به صلاح چی میگن منتظر نباشید این مارکسیست های بسا بزرگ آمریکایی برامون بیان بسا جوابا رو بدن. مرسی. به هر حال معذرت سر رفقا رو درد آوردم. امیدوارم حالا بتونیم این بحث رو ادامه بدیم، یعنی کسایی باشن که کمک کنن. یکیشی خود رفیقمون کامبیز اینجا هست، یکیش رفیقمون یاسمن. یاسمن عزیزم اگه بتونه واقعا یه روزی که حال هیلل خوبه راضیش کنه بیاد یه بحثی سر این دوران افول بکنه، به نظر من خیلی مهمه. چون میگم من تو تمام این کسایی که تا حالا خوندم هیچ کی نیدم مثل اون حداقل تئوریزه کرده باشه این بحث رو، بحث دوران افول رو. در نتیجه یکی از واقعا ای رفقایی هم که نخوندن این مقالاتش رو سر دیکلاین آف کپیتالیسم حتما بخونن، ترجمه هم شده به فارسی فکر کنم، یکی از مقالاتش سر عنوانش هم از دیکلاین آف کپیتالیزم فکر کنم 1970 این موقع نوشته، دهه 1970 نوشته، ترجمه فارسیش هم هست. رفقا که نخوندن بخونن، اون یکی از بحث های جالب سر همین دوران اوف. به هر حال من تشکر از رفیقمون یاسمن و رفقای حاضر در جلسه و شب بخیر به همه شما. خیلی ممنون. این بحث رو ادامه میدیم، این شروعشه و مخصوصا در رابطه با این بحث نرخ سود، این بحث های مایکل رابرتس هست که اتفاقا کریتیک جواب داده، کریتیک نقد کرده بحث های مایکل رابرتس رو. هفته آینده جلسه ما در حیطه نشریه کریتیک برگزار میشه، تاییدش هم یعنی کانفرمیشنش هم داشتیم. سخنرانمون محمد مالجو، صحبتش بررسی موانع رشد اقتصادی در ایران پس از انقلاب، ارزیابی خودش نوشته سنجش تأثیر اسلام سیاسی و نئولیبرالیسم، که فکر میکنم
در رابطه با ایران بحث جالبی بشه. خیلی از جنبه هایی رو که کناری در رابطهش صحبت کردیم میشه دقیق تر روش بحث کرد. از همه دوستان رفقایی که در اتاق بودن تشکر میکنیم و امیدواریم هفته آینده ساعت 6 چهارشنبه با ما باشید. 6 به وقت لندن، 7 به وقت اروپای مرکزی. جلسه رو نشریه کریتیک برگزار میکنه، لینکش رو میفرستیم، هم توی سایت خواهد بود هم میفرستیم. خیلی ممنون.